با سلام خدمت همراهان همیشگی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کارگروه نمایندگی جنوب آلمان. امروز پنجشنبه ششم اکتبر برابر با 14 مهر گرد همایی جلسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در رابطه با موضوع حق اعتراض و واکنش آقای خامنه‌ای به حق طلبی مردمه. این جلسه در اتاق زوم برگزار میشه و همزمان در اپلیکیشن کانون و همینطور در یوتیوب کانون در حال پخشه. مسئول جلسه بنده سمیر فیروزی بویاخچی هستم. منشی جلسه جناب آقای داوود لطفی، صدا بردار و ادمین ها جناب آقای اسفندیار سنگری، بانو سمانه بیرجندی، بانو مرجان شبان نژاد و آقای رضا شایگان هستم. و مهمان امروز برنامه ما جناب آقای محمد رضا رایی هستند. یه کوتاه اول میخوام در رابطه با اتفاقات اخیر که توی این 10-12 روز اتفاق افتادش و شروع شده توضیح بدم. مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی که توی 22 شهریور 1401 توسط گشت ارشاد بازداشت میشه و بر سر ضرب و شتم و آسیب جمجمه دچار مرگ مغزی میشه و در 25 شهریور ما منجر به فوتشون میشه. بعد از انتشار این خبر بلافاصله اولین تجمع در مقابل بیمارستان کسری آغاز میشه. بعد از برگزاری مراسم خاکسپاری مهسا در زادگاه سقز در جاهای مختلفی این اعتراض انجام میشه و بعد از اون فراخوانی برای برگزاری اعتصابات سراسری از استان کردستان تا تهران که در روز دوشنبه 28 شهریور اعلام میشه. احزاب کردستان ایران، فعالان مدنی، سیاسی همشون دوشنبه رو روز اعتصابات عمومی اعلام میکنن. آقای علی خامنه‌ای رهبر ایران، حالا واکنشش به این خبرها چی بود؟ تو اول اینکه بعد از خیلی مدت طولانی اومدن و واکنششون داده و گفتن اول ادا کردن که نخستین واکنششون به این اعتراضات این بوده که این همه اغتشاشه، طبق خب حالا همیشه که میان میگن اغتشاشه و برنامه ریزی شده است. همینطور آقای خامنه ای مرگ مهسا رو گفته حادثه تلخی بوده، اما گفته که این واکنشی که به این حادثه بوده واقعی نبوده و مردم بدون اینکه تحقیق کنن دست به این کار زدن. و همینطور توی توییتی نوشته این حادثه تلخی که پیش اومده، دختر جوانی که در گذشته، حادثه تلخی بوده، دل ما هم سوخته. با این حال آقای خامنه‌ای معترضان رو مثل همیشه متهم کرده که بدون اینکه تحقیق کنن اومدن این کار رو انجام دادن و اومدن خب مثل همیشه بانک سوزوندن، حسینیه آتیش زدن و غیره و ذالک. و دوباره این آقای خامنه‌ای این حرکات رو طبیعی گفته، طبیعی نبوده و فقط اغتشاشاتی بوده که از طرف خب طبیعتا مثل همیشه از طرف یه جایی برنامه ریزی شده. همینطور آقای علی خامنه ای تو سخنانش مدعی شده که من به صراحت میگم که این اغتشاشات ناامنی ها طراحی آمریکا و رژیم قاسب و جعلی صهیونیستی بوده و حقوق بگیران آنها و برخی ایرانی های خائن در خارج به اونها کمک میکنه. یه خبر جالب دیگه که برام جالب بود دیدم، نوشته بود که چه اشکالی دارد برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی را قرار دهیم تا نسبت به برخی تصمیمات و روش ها اعتراض بشه. معتقدم این قضیه به سلامت و ارتقای کار کمک جدی میکنه. این بخش، این قسم جمله هایی که خوندم صحبت های آقای ابراهیم رئیسی تو چهارشنبه ششم مرداد ماه 1401 بوده. ابراهیم رئیسی در حال این پیشنهاد رو مطرح میکنه که دولت جمهوری اسلامی درخواست احزاب دارای مجوز از وزارت کشور رو برای تجمع نپذیرفته و اجازه برگزاری تجمع و مخالفان رو نداده. حالا ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حالا همونجور که هممون میدونیم، میگه هر انسانی محق به آزادی، گردهمایی و تشکل انجمنهای مسالمت آمیزه. هیچ کسی نباید مجبور به شرکت در هیچ انجمنی بکنه. همچنین ماده 21 میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی هم میگه حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشه. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نیست، جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی و یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشه.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل 27 اون شرط داده شده که تشکلات اجتماعی و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشه آزاده. خب میدونیم که توی این اعتراضاتی هم که صورت گرفته مردم ما هیچ کدومشون، مردم ایران هیچ کدومشون سلاحی در دستشون نبوده و فقط حالا با یه پلاکارد یا با یه شعاری که شعار دادن، همه اینا در این حد بوده. پس حالا سوالی که اینجا پیش میاد، چرا این اعتراضات هر روز و هر روز سرکوب میشه، اجازه بهشون داده نمیشه، با توم و حالا که دیگه الان با کاملا با روز روشن با اسلحه معترضین رو هدف میگیرن؟ من اینجا از آقای رایی دعوت میکنم که ما رو بیشتر آگاه کنن، از نظراتشون استفاده کنیم و همچنین از دوستان میخوام که فعالانه همراه ما باشید و کمک کنید تا به یه نتیجه با هم دیگه برسیم. آقای رایی، مایک در اختیار شماست، ممنون میشیم، بفرمایید. علی بابا، درود مجدد به شما خانم فیروزی و دوستان گرامی. خیلی ممنون از مقدمه خوبی که تهیه کردین. من چون نمیدونستم دقیقا چه مطالبی مطرح میشه، خودم هم مطالبی مطرح در همین رابطه با گزارش شما تهیه کردم که خوشبختانه شما به صورت خیلی خوب رو مطرح کردین. من اینجا سعی میکنم صحبتهایی که میکنم در زمانهای کوتاه باشه تا وارد گفتگو بشیم. اول ببینیم که این علی خامنه‌ای که این حرفا رو میزنه، این مقامی رو که خود رو در اونجا قرار داده یا قرارش دادن به تقلب، چرا به تقلبش هم توضیح خواهم داد، از کجا میاد؟ روح الله خمینی در ابتدای به اصطلاح در واقع صاحب نظر شدن در حوزه، معتقد بود نمیشه بر مردم حکومت کرد. بعد این نظر خودش رو تغییر میده در سالهای 1346-47 شمسی، میاد درس حکومت اسلامی رو در موارد فقهی میده. بعد این کتاب، این درسش رو شاگرداش در 1348 به صورت کتاب در میارن. سال 52 آقای ابوالحسن بنی سعد که پدرش فوت میکنه به عراق میره. در اونجا دعایی از شاگردای روح الله خمینی به آقای بنی سعد این کتاب رو میده، میگه نظر شما رو در این مورد میخواهیم بدانیم، روح الله خمینی و ما میخواییم بدانیم. در همون عراق که آقای بنی سعد کتاب رو میخوانه، جواب میده که این کتاب به درد حکومت کردن نمیخوره، اگر این گونه بخواید شما معرفی کنید دنیا مخالفت خودشو نشون خواهد داد. روح الله خمینی پیام میفرسته از طریق دعایی برای آقای بنی سعد که این رو من نوشتم به عنوان مقدمه تا روشنفکرانی، ببخشید، تا صاحب نظرانی مثل آقای مطهری و شما در مورد حکومت اسلامی بنویسید. آقای بنی سعد میگوید این رو شما به صورت به روح الله خمینی میگین به صورت کتبی بنویسید این درخواست رو. روح الله خمینی به صورت کتبی مینویسه. آقای بنی سعد در قرآن تحقیق میکنه، در اسلام و قرآن تحقیق میکنه، میبینی در قرآن حکومت بر مردمی وجود نداره، بنابراین اداره جمعی وجود داره، همونطوری که خود حضرت محمد در مدینه این کار کرده. بنابراین اینو کتاب میکنه و در سطح اروپا با سخنرانی هایی که میکنه اینو منتشر میکنه. سال 57 که خمینی رو آقایان یزدی و قدساده میارن پایین و آقای بنی سعد مخالفت میکنه که آقای روح خمینی به پاریس بیاد، اما بعد که آمد همکاری میکنه. در اونجا روح الله خمینی اون نظر حکومت اسلامی خودشو پس میگیره و همین اداره جمعی یا حاکمیت مردم رو میپذیره به اسم ولایت جمهور مردم، دوستی جمهور مردم. ولایت به معنی دوستی است، ولی یعنی دوست، جمهوری مردم یعنی مردم با هم اداره میکنن. این رو میگه. یکی از شاگرداش در همین پاریس میاد میگه نه، منظور ما این نیست که
مردم حکومت نه حکومت دست امام است و دوستان صدای آقای رای الان دوست آها نمیدونم بفهمید یه لحظه صداتون قطع شد. صدای من صدای من از کی قطع شد؟ از زمانی که داشتم میگفتم که آقای بنی سعد به پاریس بله میتونید از همونجا شروع کنید. بله آقای بنی سعد مخالفت میکنه با اینکه او بیاد پاریس، به هر حال میارنش و یکی از شاگرداش میگه که نه، منظور این هستش که از طرف مردم صاحب زمان حکومت داره و صاحب زمان هم نایبش که به اصطلاح مراجع و اینا حالا هستن و اینا هستن که نایب امام هستن. خمینی به شدت مخالفت میکنه با این حرف شاگردش، در اینکه قبول کرده بود که ولایت با جمهور مردم است، دموکراسی هست. در پاریس انواع اقسام این که حکومت ما دموکراسی هست رو هم خواهد گفت، اگر بخواید اینجا براتون خواهم خوند اگه فرصتی بشه. تمام اون اظهار نظرهای پاریس، برخی از اون اظهار نظرهای پاریس خمینی رو خواهم خوند. آقای بیژن حکمت که چپ بوده میگه نه 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 نه، بذارید این حرفا گفته بشه که مردم ماها بدانیم، یعنی اون کس حرفی که شاگردش زد. خلاصه مطلب، پس بر دفعه اول روح الله خمینی مخالف حاکمیت بر مردم بوده، بعد حکومت اسلامی رو دست میده، بعد پاریس میاد اونم میذاره کنار و اداره جمعی رو یا ولایت جمهور مردم رو میپذیره. بعد در اوایل انقلاب قانون اساسی که نوشته میشه نظارت فقیه هست، اون رو میپذیره و بعدم سال 1368 که قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی رو مینویسن و ولایت مطلق فقیه با تمام اختیارات رو مینویسن. پس بنابراین میبینیم که ما از کسی که با آدم دمدمی مزاجی به اسم روح الله خمینی که صاحب قدم نبود، اکسال عملی بود، طرفیم که نظر خودشو 5 بار همینطور که توضیح دادم عوض کرد. این آدمی که 5 بار نظر خود رو عوض کرد، در پاریس صحبتی شد با آقای بنی سعد بین روح الله خمینی بنی سعد. بعد از اینکه به هر حال آمد پاریس، آقای بنی سعد به روح الله خمینی گفت اینجا ویترین دنیاست، شما مردم جنبش کردن و شما در واقع خبرنگارا میان با شما مصاحبه میکنن که شما رو گیر بندازن. سوالهایی که میکنن این 16 سواله، جوابش هم ایناست. شما یا اینا رو میپذیرید سخنگوی این جنبش میشید و یا اینکه نه همینجا میمانید برای دائم. خمینی قبول میکنه که به سوالها همون گونه که در جهت ولایت جمهور مردم هست جواب بده. چرا این کار رو موقع آقای رو بنی سعد به امثال خمینی کردن؟ به این علت که اون موقع بر اساس اعتقاد داشتن معتقد بودن مرجع تقلید نمیتونه دروغ بگه و نمیتونه عهد خود رو بشکنه. این فکر اشتباه در اومد بعد. پس بنابراین در اون زمان این آدم میاد و میپذیره که خود رو تطبیق بده و میپذیره که خود رو سخنگوی مردم بکنه و میپذیره که حکومت اسلامی خودشو بذاره کنار و ولایت جمهور مردم رو بپذیره. این قسمت اول توجه داشته باشین. بعد پیشنویس قانون اساسی ارائه میشه و در این حال حکومت ملی که الان بذارید من ببینم اینجا پیداش میتونم بکنم برای شما. جناب آقای رایی من ببخشید میونه کلامتون میام، یکی از دوستان دستشون رو بالا گرفتن گویا سوالی دارن. میتونیم همینجا یه گیومه باز کنیم، ایشون سوالشون رو اول مطرح کنن بعد این جمله رو تمام کنم که بله بفهم برای منطقش برسه بعد با کماله. در اون زمان در پاریس حکومت ملی قبلا نوشته شده بوده، اون رو برمیدارم به اسم بیانیه جمهوری اسلامی بدون اینکه از نویسندش اجازه بگیرن که آقای بنی سعد باشه، به اسم روح الله خمینی پخش میکنن. لینک اون بیانیه که سند اون انقلاب در واقع هست رو اینجا هم برای شما گذاشتم. این در 1,000,000 نسخه به زبانهای فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر شد. اون موقع بدون اجازه به اسم ایشون منتشر شد. اون موقع 1,000,000 منتشر نشد، اون موقع منتشر شد به زبان. بعد در اوایل سال 58 در 1,000,000 نسخه منتشر شد در خود ایران.
بله بفرمایید، خواستم به شما تا اینجا بگم که ما چگونه آمدیم و ولایت فقیه رو همینطور جلو آمد و تغییر کرد، به حکومت ولایت جمهور مردم تبدیل شد و حالا میریم بعدن که چجوری به ولایت فقیه تبدیل شد. بفرمایید، سوالی هست بفرمایید. بسیار عالی، بفرمایید آقای سبزیان. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز، همطور آقای رایی عزیز. من صحبتتون رو گوش دادم و یه سوالی ذهنم رو درگیر کرد، چون شما در مورد ولایت فقیه صحبت کردید و نحوه که به چه صورت حالا دیگه حالا قرار گرفت ولایت فقیه و اینکه دائمی شد. من یه سوالی از آقای رایی عزیز دارم. البته خب من بیشتر دوستم در مورد بحث که هست صحبت کنم، ولی خب خیلی برای من مهم هست و سوالم از آقای رایی عزیز اینه که آقای رایی، ما یعنی توی کل تاریخ هستن توی سیستم های مختلفی که حالا حکومت ها دارن، حالا به هر صورتی، سوالی که من دارم آیا تا حالا شده سیستمی بجز سیستم دیکتاتوری یک عضو، رئیس جمهور، رهبر یا صدر اعظم یا هر چیزی به عنوان دائمی داشته باشه؟ یعنی من بیام بگم حکومتم دموکرات یا اصلا دموکراسی دارم یا اصلا هر چیزی هم، اما یه عضو دائمی دارم. من سوالی که برام پیش میاد، آیا این که وقتی گفته میشه عضو دائمی میخواد رهبر باشه، میخواد صدر اعظم باشه، میخواد رئیس جمهور، وقتی این قرار میگیره توی قانون اساسی کشور، آیا مساوی با دیکتاتوری نمیشه؟ چون به نظر من دائمی وقتی میاد یعنی که طرف قدرت مطلقه دیگه، یعنی به هیچ وجه تغییر نمیکنه. حالا اگر من اشتباه متوجه میشم من راهنمایی کنید آقای رئیس. و صحبتی که و سوالی که واقعا دارم اینه، چطور ممکنه یعنی که حالا دوستانی که واقعا اونجا روشن فکر بودن تو اون زمان، حالا من نبودم آقای رای عزیز و سنم قد نمیده برای اون تایم، اما سوالی که برام به وجود میاد، آیا اون روشن فکرها اون موقع نمیدونستن که این ولایت فقیه که دائمی میشه، چون من بازم تاکید میکنم چیزی که دائمی باشه مساوی با دیکتاتوریه، یعنی نظر شخصی بنده، حالا اگر باز من خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم. و سوالم واقعا همینه و ممنون میشم اگر پاسخ بدید. مرسی. بله خیلی ممنون. من از قضا داشتم همین گونه که جلو می اومدم به همین مطلبی که شما گفتین میرسیدیم. در واقع بالاخره با این فکر روح الله خمینی که ولایت با جمهور مردم است، بعد ازش سوال میکردم ولایت با جمهور مردم چیه، گفت همین دموکراسی هایی که توی فرانسه و سوئیس و اینا هستش، تکرار هم کرد آمدیم به ایران. در ایران یه پیشنویس قانون اساسی رو نوشته شده بود که من اینجا لینکش رو براتون گذاشتم. این پیشنویس رو در ایران باز دوباره یک کمیسیونی تشکیل میشه، این رو بررسی میکنن و در این کمیسیون هیچ اثری از حکومت دائمی، هیچ اثری از ولایت فقیه و هیچ اثری از حکومت اسلامی وجود نداره. پس مردم ما انقلاب نکردن برای ولایت فقیه، مردم ما آمدن اون بیانیه جمهوری اسلامی رو، من به بیانیه جمهوری اسلامی رو براتون فرستادم، پیشنویس قانون اساسی رو الان من چون اینجا براتون برای این برنامه‌تون آماده کردم، الان لینک اونم اینجا براتون میفرستم، پیشنویس قانون اساسی رو میشناختن، صحبت‌های خمینی در پاریس رو میشناختن، مصاحبه‌ها رو میشناختن، شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری رو میشناخت، جمهوری اسلامی رو میشناختن که قبلش حکومت اسلامی گفته میشد، به صورت پراکنده بعد شد جمهوری اسلامی و بعد چون اون بیانیه داده شد مشخص شد که این جمهوری اسلامی که میگن منظور این حکومت ملی هست. که حالا ما اون موقع اعتراضات مردم نکردن به اینکه چرا حکومت ملی رو حکومت اسلامی میگین، به خاطر اینکه این سندش بود، فکر کنم چون سندش وجود داره دیگه معلومه دیوار حاشا بلند نیست، دستوری که دیوار حاشا بلند بود اینو گذاشتن کنار. چگونه گذاشتن کنار الان توضیح میدم و این توضیح نشان میده که چگونه ما رسیدیم به این حکومت حاکمیت دائمی. در ایران این پیشنویس نوشته شد، قرار در پاریس گذاشته شده بود که یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه که در آن قانون اساسی حکومت جدید، حاکمیت جدید مشخص بشه. یک قبل از اینکه برای این مجلس مؤسسان تصمیم بگیره،
در فروردین 58 یک رفراندوم گذاشتن بر اینکه جمهوری اسلامی آری یا نه، بر چیزی که مردم نمیشتاختن آری یا نه از مردم خواستن. رفراندوم میتونست بر روی حکومت پهلوی آری یا نه باشه که درست بود چون مردم حکومت رو میشناختن، اما رفراندوم بر روی چیزی که مردم نمیشناسن کار غلطی بود. 5 میلیون بنا به گزارش که بعداً بعضی از کارمندهای وزارت امور کشور به آقای بنی‌صدر دادن، 5 میلیون مردم رأی ندادن به اون، در صورتی که اومدن اعلام کردن 97 نزدیک 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن. پس از همونجا تقلب شروع کردن، آمدیم جلو، حالا قرار شده که قانون اساسی رو بنویسن، قانون اساسی تعیین کنن. پیشنویس وجود داشته، دو تا نظر بود، یکی اینکه رفراندوم بگیریم این پیشنویس قانون اساسی رو مردم قبول کنن یا نه. آقای بازرگان و آقای طالقانی دوتاشون مخالفت کردن و گفتن که نه، ما در پاریس قول دادیم که مجلس مؤسسان تشکیل بشه. به هر حال بحث و اینا در گرفت، آقای طالقانی آمد گفت حالا مجلس مؤسسان خیلی مشکل تشکیل بدیم، ما یه مجلس کوچکتری به اسم مجلس خبرگان تشکیل بدیم. رفسنجانی که خودش بعداً طرفدار همین ولایت فقیه و اون بازی ها و این تقلبا شد، آمد گفت ما فکر کنیم مجلس تشکیل بدیم چی میشه، یه ده همین آخونده و همین یه ده همین بیسواده و نمیدونم اینا میان و دوباره یه چیزی بدتر تحویل ما میدن، همون رفراندوم خوب است. به هر حال با این نظرات مختلف اون نظر آقای طالقانی رو پذیرفته شد که مجلس خبرگانی تشکیل بشه که 80 نفر عضو داشته باشه. قرار شد مردم در کشور نامزد بشن. آیا فکر کنید روشن فکر را فکر میکنید یه دیگه که صاحب نظر بودن حقوقدان ها کاندید شدن؟ نشدن. کیا ماندن؟ روحانی و حزب جمهوری اسلامی میزان زیاد، به عده معدودی که از بین اونا نبودن. مجلس خبرگانی تشکیل میشه با عدم حضور و عدم نامزد شدن روشنفکرهای این مملکت، متخصصین این مملکت، چون موقع دیگه نمیدونم نظارت استرسوهای اینا هم که نبود، میتونستن نامزد بشن، نشدن. مجلسی تشکیل شد به اکثریت حزب جمهوری اسلامی، پیشنویس مجلس هم که تشکیل شد پیشنویس قانون اساسی رو هم گذاشتن کنار، گفتن نه ما میخواییم قانون اساسی دیگه بنویسیم. قانون اساسی دیگر که میخواییم بنویسیم، حسن آیتی در اون مجلس بود که میخواست ولایت فقیه با تمام اختیارات اجرایی رو براش بنویسه در اون قانون اساسی. 9 نفر در اون مجلس مخالفت کردن، آقای طالقانی، آقای بنی‌صدر، آقای عزت‌الله صحابی، همین از قضا مکارم شیرازی و اینا این 9 نفر مخالف بودن. بقیه ها موافق این ولایت فقیه بودن. آمدن بنویسن، کمیسیون تشکیل شد برای اصلای مختلف و اصل رهبری. آقای بنی‌صدر رفت این کمیسیون با تمام صحبت ها رو آورد توی جامعه، با فشار جامعه توانست اون ولایت فقیه در امور اجرایی رو تبدیل کنن به نظارت فقیه در امور غیر اجرایی. پس میبینید اولش حکومت دائمی وجود نداشت، حکومت یک نظارت که همون هم غلطه و نه که نبود نظارت. حالا من برای اینکه شما قانون اساسی اول جمهوری اسلامی چی شده اینجا سانسور شده، من برای اینکه شما از سانسور خود هممون در بیای و بتونید هر کدوم شما سعی کنید، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اینجا برای شما میذارم. این قانون اساسی اول جمهوری اسلامی در این روزنامه از صفحه 5 تا 10 هستش. در اونجا خواهید دید که ولی فقیه در کار نیست، نظارت فقیه در امور اجرایی در کاره، که امور غیر اجرایی چیه؟ این که حکم رئیس جمهوری رو امضا کنه، بعد از پیشنهاد ستاد ارتش که پیشنهاد میدن که چه کسانی سران قوای سگانی ارتش باشن تایید کنه، و در مجلس اول دخالتی در انتخابات اول دخالتی نداشته باشه و امثال این گونه چیزا. همه رو میتونید بخونید، در اینجا براتون فرستادم به عنوان سند توجه داشته باشید. این الان سانسوره، اینو شما نمیبینید. بعد میان کودتا که میکنن به آقای بنی‌صدر رو میذارن کنار. الان برای شما من میگم همین خامنه‌ای چه چیزهایی رو
در مجلسی که تشکیل میشه، مجلس اول، در مخالفت با نماینده اول مردم، مردمی که بیش از 70، نزدیک به 77% به او رأی دادن، در مخالفت با او میگه مخالف دموکراسی بودن، نمیدونم شورای حقوق بشر خارجی، صحبت های اینفورمی. پس از همون ابتدا با مردم می جنگن، با نماینده مردم می جنگن و دشمنی با مردم رو از همون موقع کسانی مثل علی خامنه ای شروع می کنن. خود خامنه ای که زنده بود، که ولی نظارت فقیه رو تبدیل کردن به ولایت فقیه در امور اجرایی و به صورت مطلقه که الان وجود داره، زمانی که خامنه‌ای آمد یک نظری رو گفت برخلاف نظر حکومتی خودش، در اونجا گفت حکومت اوجب واجبات است، و خامنه‌ای کوتاه آمد و بعد شد رئیس جمهور وشید، شد مرجع تقلید تقلب، شد رهبر تقلبی، از همین عدم در واقع غیر دائمی بودن به این دائمی بودن رسیدیم. خامنه‌ای رو رفسنجانی و احمد خمینی با هم دیگه رهبرش کردن. چگونه؟ بعد از اینکه خمینی فوت کرد، اینها سه نفری، یعنی خامنه‌ای و رفسنجانی و احمد خمینی، با هم تصمیم میگیرن که رهبری رو از آن خودشون بکنن. قبلشن به امریکا پیام فرستادن که اگر شما از ما حمایت بکنید، ما حاضریم روح الله خمینی رو هم بکشیم. یعنی اینهایی که خودشون رو نمیدونم طرفدار خمینی میدونن، حاضر شدن خمینی رو هم بکشن برای که خودشون حکومت بکنن. این آدم جنایتکار، یعنی علی خامنه‌ای، که در جنگ فرار میکنه موقعی که عراق حمله میکنه و آقای بنی سعد میره جلوی تانک ها و جلوی فرار میگیره و میگه اول قبل از اینکه شما فرار کنید از روی من رد شید، بعد بنابراین جلوی اون وحشت سپاه رو میگیره. این آقا، حالا اینا همه مدارکش وجود داره، شما میتونید ببینید تو یوتیوب و اینا هم هست، دیدم رادیو کوچه این مطلبی که الان به شما گفتم در مورد فرار خامنه‌ای گذاشته. پس بنابراین همچین آدمی آمد شد ولی فقیه. چگونه؟ روح الله احمد خمینی دستخطی رو خودش تقلبی شبیه خط خمینی می نویسه که بعد از من این آقای خامنه‌ای انسان نمیدونم لایق است من سال این صحبت رو. به محض اینکه دستخط در میاد، آقای بنی سعد این دستخط رو به چند خطشناس حرفه‌ای بین‌المللی میده که ببینه که این خط مال خمینی هست یا نه. اونها نظر میدن که این خط تقلبی است، خط یک دسته یک جوانه. روزنامه لومود هم اینو منتشر میکنه. سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعتراض میکنه. روزنامه لومود جواب میده اینجا دادگاه وجود داره، شما میگید این تقلبیه، دروغه، برید دادگاه. اونا عقب نشینی میکنن، چرا دادگاه این دستخط رسمی رو میپذیرفت. پس با دستخط تقلبی احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی در مجلس میاد، میگه که بله، ما امام گفتن که ایشون صالح هست، اون صحبت هایی که روی یوتیوب هست رو میتونید بشنوید. بعد این رو با تقلب میکنن رهبر، یعنی از همون لحظه اول مطابق با قواعد خود همین رژیم جمهوری اسلامی آدم تقلبی است. این آدم در مجلسی هم که کودتا شد بر علیه رئیس جمهوری که منتخب مردم بوده، رئیس جمهور اون موقع چه میگفت؟ میگفت آقا مگر حکومت اسلامی شکنجه داره که شما 6 نو زندان گذاشتید و شکنجه گذاشتید؟ اسمشو گذاشتن رئیس جمهور اپوزیسیون، اسم آقای بنی صدر رو. همچین آدمی با این همه جنایت از همون ابتدا بناش بر مخالفت با مردمه. من الان میام پایین که دوستان نظر خودشون رو مطرح کنن. بناش بر مخالفت مردم، دشمنن. این که دشمن میکنه در دیدگاه تاریخی اینا هم جا داره. اینها یونانی زدی هایی هستند که مرد رو، نخبگان رو موجودات برتر میدونن، بعد مردها، بعد موجود مردان پست که مشتق از اون مردان پست زنا هستند.
اینها از نظر تاریخی دیدشون دید تبعیض آمیزه و دید منفی نسبت به مردمه. با اون حالا صحبتامون ادامه پیدا خواهد کرد. پس علی خامنه‌ای رو که میبینید این نظر رو میده، بدانیم که اون دیدگاه تاریخی و اون دیدگاه ایدئولوژیک رو داره. بفرمایید، خواهش میکنم. میشه لطفا مایک رو برای آقای شایگان باز کنید؟ ممنون میشم. آقای عزامپناه ابتدا اول با صحبت کنم. آقای عزامپناه، مرسی، ممنون، بفرمایید، من متوجه نشدم. آقای عزامپناه. سلام و خسته نباشید، میگم خدمت دوستان و همکاران و میهمان برنامه. ببینید یه سوال برای من پیش اومده. شما اگه سخنرانی‌های خمینی رو گوش کنید، همه رو با هم جمع کنید، خمینی 300 تا کلمه بیشتر بلد نبود فارسی صحبت کنه، یعنی سواد آنچنانی نداشت، فارسی هم بلد نبود. این چطوری یهو میاد اینجوری تمام احزاب و مخالفان خودش سرکوب میکنه و خیلی راحت از یه جنگو داره خط میگیره؟ من یه مثال خیلی واضح بزنم، افغانستان رو نگاه کنید، کشور همسایه ایران، اصلا این یه روند تو خاورمیانه، یا قدرت‌های غربی به توافق میرسن یکی رو به قدرت برسونن، میذارنش توی هواپیما، میشوننش، سوارش میکنن، میارن میشوننش توی پایتخت اون کشور مثل کابل. خمینی هم دقیقاً به همین سبک اومد ایران. آیا به نظر شما دستای پشت پرده نیست؟ اگر نه چطور امکان داره یه آدم بتونه اینقدر در این زمان کوتاه مخالفاش حذف کنه و قدرت رو در دست بگیره؟ آیا این اصلا یک برنامه فراتر از این نبود که انقلاب مردم ایران رو دزدیدن و از مردم سوء استفاده شد، از انقلاب مردم ایران به نفع قدرت‌های جهانی؟ حالا من اسم نمیارم، می‌خواستم ببینم نظر شما چیه در این مورد، چون با هر کس میگن دایجان ناپلونی فکر نکنه، اما این دایجان ناپلونی نیست، این واقعیت تاریخ امروز ایرانه. من مایک رو راه می‌کنم. ممنون از وقتی که من دارید. ممنونم آقای ازم کنم. اگر اجازه بدید من این سوال ایشون رو جواب میدم، چون این سوال اساسی است. بله، ببینید در اون مجلس گفتم حسن آیت میاد ولایت فقیه در امور اجرایی رو میخواد بگذاره، بعد توطئه انقلاب فرهنگی رو میکنن، بعد معلوم میشه نواری از حسن آیت در میاد که در اونجا میگه من ما برنامه‌ای ریختیم که نه تنها بنی صدر، پدر بنی صدر هم نتونه از پسش بر بیاد. اون داستان رو الان برای شما به صورت خلاصه که بگم، میشه این که میخواستن دانشگاه رو سرکوب کنن با خونریزی شدید. آقای بنی صدر متوجه میشه در اون زمان بعد از انقلاب بعضی از سازمان ها مثل سازمان فداییان خلق و مجاهدین دفترهایی داشتن در دانشگاه تهران که مسلحانه بود، میخواد که دفتراشونو بیارم بیرون و میگه من خودم، اونایی هم که نمیارم با مردم میریم اون دانشگاه رو خالی میکنیم، نماینده های فداییان و مجاهدین میرن با آقای خمینی در دفتر آقای بنی صدر، رئیس جمهور اون موقع بود، صحبت میکنن و قبول میکنن که دفاتر خالی کنن، جلوی خونریزی گرفته بشه. طرح آیت رو خونسا میکنن. حالا چرا اینو گفتم؟ این حسن آیت و در خود ایران مظفر بقایی رو که شاگرد مظفر بقایی بود این حسن آیت محاکمه میکنن. در اون محاکمه میگه طرح ولایت فقیه از من بود که حسن آیت مطرح کرد و این طرح من رو در از انگلیس به من دادم. حالا این وابستگی خودش رو در اون دادگاه، حالا چون دادگاه ها در جمهوری اسلامی اعتبار ندارن به علت خفقان و شکنجه و اینا، این صحبت ها میتونه تحت شکنجه گفته شده گرفته شده باشه، اما اگه تحت شکنجه گرفته چرا به ضرر ولایت فقیه این مطلب رو گرفتن؟ پس بنابراین احتمال اینکه صحیح باشه هست. پس بنابراین یک این طرح ولایت فقیه، یک طرح در واقع. حالا چرا این طرح میتوانه مورد تردید قرار بگیره علاوه بر اینکه در خود رژیم ولایت فقیه محاکم انجام شده؟ اینکه میدانیم که از دوران صفویه انگلیس ها در دربار ما نفوذ کرده بودن و در حوزه ها نفوذ کردن. پس بنابراین لازم توجه بکنیم که همیشه موقعی که تحول انجام میشه سه نیرو با هم دیگه اون تحول میکنن، خود رژیمی که وجود داره، مردم و نیروهای خارجی. موقعی که ما خواستیم انقلاب بکنیم، حالا من براتون یه بار قبلا توضیح خلاصه دادم، باز دوباره میگم
برنامه این بود که دربار شاهنشاهی رو دربار اسلامی سلطنتی بکنن، مثل مراکش، یعنی شاه بشه رئیس مسجد، یعنی بشه رهبر مسجد. بنابراین اون برنامه رو انقلاب ما با همین ولایت جمهور مردم و این فکر که در از اسلام میتوان قرائتی به دست داد که دموکراسی باشه، شکست خوردون برنامه‌شون. پس بنابراین اون توطئه و اون برنامه های خوشون که دست بر نداشتن که، بنابراین ادامه پیدا کرد و اون شکست اولیه رو با خواستن با ولایت فقیه در امور اجرایی جبران کنن که باز نتونستن. قانون اساسی اول نوشته شد و در سال 98 بعد از 7 سال خورده جنگ، یعنی دقیقا نزدیک به 8 سال جنگ، توانستن خفقان رو حاکم کنن و اون ولایت فقیه رو که میخواستن اولش حسن آیت میخواست رو اجرایش کنن که الان اجرایی شده. پس بنابراین توجه داشته باشیم که جنگ رو ادامه دادن، چون جنگ رو ما 9 ماه بعد از اینکه جنگ شد برده بودیم و با 5000 کشته و خسارت هم قرار شد بگیریم و 60% خاک خودمون هم پس گرفته بودیم، 40% خاک هم بیش از 25% اگه درست یادم باشه الان منطقه بی‌طرف بوده، یعنی 85% قضیه اون قسمتش هم در مذاکرات قرار شد حل کنیم و بنابراین اون رو ادامه دادن برای اینکه جنگ براشون نعمت بود. برای چی نعمت جنگ؟ جنگ برای استبداد نعمته. جنگ برای دشمنی با خواسته های ملت من بود. نه تنها اون پیروزی رو از مردم گرفتن، بعد از فتح خرمشهر هم پیروزی رو، از پیروزی اول از بنی‌صدر دزدیدن که نماینده مردم بود، پیروزی دوم از ارتش دزدیدن که بعد از پیروزی خرمشهر ایران در موضع برتر بود، پیروزی سوم هم یک سال قبل از این که قطعنامه 598 سازمان ملل رو امضا کنن باز ایران در موقعیت برتر بود. باز اونجا یعنی میشه گفتش که به میزان زیادی ارتش و سپاه با هم دیگه موفقیت داشت، اونجا هم گرفتن. پس اینها مأموریت دارن که مردم ما شکست بخورن و لازم است که ما بر روح حقوق بمانیم که شکست نخوریم. به محض اینکه در رابطه سلطه زیر سلطه قرار میگیریم، اینها مأموریت هم نداشته باشن، حداقل این حماقت رو دارن که اونگونی عمل بکنن که به ضرر ماست، به دشمنی ماست. اینها در واقع نمیخوان ما پیروز بشیم. یادتون باشه، میگم یادتون باشه، یادآوری میکنم که در سال 1981 یعنی میشه معادل سال 60 ما، نخست وزیر اسرائیل گفت ما باید کاری کنیم که ایرانی ها پیروز در هیچ زمینه‌ای نشن. چرا این کار رو میکنن؟ به این که برنامه اینا این هست که یک ایران قوی نباشه در اینجا. اشتباهات خودمونم سر جاش که نتوانستیم اون موقع نفهمیدیم که جمهوری ربطی به جمهوری اسلامی نداره، ربطی به جمهوری دموکراتیک نمیدونم خلقی نداره، ربطی جمهوری، جمهوری یعنی حاکمیت مردم، حاکمیت مردم هم حاکمیتی حقوقی است که ربطی به هیچ ایدئولوژی نداره. حالا صحبتام رو میبخشید کوتاه میکنم که دوستانم بفرمایند. بله مرسی دوستان، خیلی همشون دستشون رو بالا گرفتن. آقای شایگان بفرمایید، مایک رو براشون روشن کن اگه میشه. درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان، همچنین آقای رایی مهمان عزیز برنامه. تا صحبتتون تا اینجا رو من به دو بخش، یعنی دو تا سوال برام پیش اومد که بخش اول خودش دو تا سوال داره، یعنی دو بخش داره. بخش اول صحبتتون باید برای پیش از این که اصلا جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به وجود بیاده، یعنی زمانی که تو پاریس بوده و اینا، که صاحب نظرانی می اومدن نظراتی می دادن در مورد اصلا نوع حکومت، نوع جمهور، ولایت جمهور مردمی، همچین چیزی شما گفتین. من برام این سواله، بخش اول سوالم اینه که اصلا چرا باید یک سری احزابی که اون موقع فعالیت میکردن و مبارزه میکردن که عمدتاً هیچ به دین و اینایی مربوط نبوده، مثلا احزاب چپ یا امثال هم، چرا باید اصلا بیان در مورد یک حالا جمهوری که به اسلام یا به هر دین دیگه ربط داره بیان نظر بدن؟ این بخش اوله. بخش دوم سوال اولم اینه که چرا صاحب نظران اون موقع بعد از این که اصلا این پیشنویس قانون اساسی
که شما فرمودین اصلا توش ولایت فقیه نبوده، نظارت فقیه بوده، اصلا چرا باید فقیه بیاد نظارت کنه؟ چرا اصلا اینو پذیرفتن؟ این سوال اول هم هست. سوال دوم در مورد این بود که شما گفتین که بعد از فوت، بعد از مرگ خمینی، رفسنجانی و احمد و خمینی دسیسه میکنن یا حالا هر کلمه دیگه ای که خامنه ای بشه رهبر. خب اصلا فرض فرمایید ایشون دسیسه هم نمیکردن، چه کسی قرار بوده رهبر بشه؟ خب غیر این اصلا همه چیز دیگه اون موقع همه چیز عیان بوده، در اختیار خودشون، در ید قدرتشون بوده. اصلا چه فرقی میکرده که اونا دسیسه بکنن یا نکنن؟ یه عده‌ای بودن و دور هم دیگه میخوردن و میبردن و چه میدونم و حالا کلمات دیگه. این دوتا مورد رو من از سوالات، از صحبت‌های شما برام سوال شد، اگه ممکنه. ممنونم. ممنونم، بفرمایید آقای روی. بله خیلی ممنون. ببینید این که چرا در اون مجلس نظارت فقیه پذیرفته شد، نه به شما گفتم پذیرفته نشد، تحمیل شد. حالا به شما میگم چرا. 9 نفر در یک مجلس 80 نفره در یک کمیسیونی که تشکیل میشه میان اصل حکومت، اصل حکومت رو در واقع چه کار میکنن؟ بررسی میکنن. در اونجا آقای بنی صدر، اون 9 نفر به میزان زیاد آقای طالقانی سکوت میکنه، آقای اونهای دیگه هم با اینکه همراهی میکنن اما فعالیت فعال اصلی آقای بنی صدر بود. آقای بنی صدر هم صحبت ها رو میاره توی جامعه تا نظر مردم، موافق مردم رو داشته باشه، بتونه بیشترین امتیازها رو بگیره به نفع دموکراسی، کمترین امتیازها رو بده به نفع چرا. را اینجا سوال میشه این کرد که خب بعد از که ببینید قرار شد اون مجلس خبرگان، مجلس مؤسسان رو تقلیل دادن به مجلس خبرگان، قرار شد مجلس خبرگان تشکیل بشه که در اونجا روشنفکر و متخصص ها نامزد نمیشن، تشکیل میشه، اکثریتش هم روحانیته. در اینجا قانون اساسی رو میذارن کنار، قانون، پیشنویس قانون اساسی که نوشته شده که الان لینکشو براتون گذاشتم، اگه نذاشتم به من بگید میذارم، چون میتونید با اون قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی آشنا بشید. موقعی که میگذارن کنار، میخوام بنویسن، یعنی ماهیت اون مجلس عوض میکنن. بنابراین بعضیا پیشنهاد کردن که مجلس باطله، مجلس موقتی بود. از قضا حکومت آقای بازرگان بعد از مدتی گفت عمرش تموم شده دیگه، تمامه، باز نگذاشتن. کسانی که بازیگرن در اون مجلس، یعنی نماینده هستن، جا بزنن بدترشو به خورد ما میدن. پس چون نقش دارن لازمه که وایسن نقش خودشون رو تا اون آخری لحظه بازی کنن. با نقشی که بازی کردن توانستن تقلیلش بدن به نظارت، نه اینکه میخواستن نظارت فقیه باشه. در اونجا یک اکثریتی وجود داره که میخواد ولایت فقیه رو بذاره با تمام قدرت امور اجرایی، و آقای بنی صدر میره به رئیس اون مجلس، هم آقای منتظری بوده در دفترش، میره دفترش، میره آقای منتظری داره هندونه میخوره، بهش میگه نوشه جان، میگه بفرمایید، خلاصه به شوخی اینه، میگه شما چه کاری؟ میگه من رئیس این مجلسم. میگه اینجا چه کار میکنید؟ گفت آقای بهشتی داره اداره میکنه. گفت آقا اون آقا داره قانون اساسی رو مینویسه، لباسی برای خودش، و شما اینجا نشستی، شما اهل نقی، یعنی شما اهل نقد و چرا چون چرا بکنی، شما که رهبر بشو نیستی که، اون داره خودش رهبر میکنه، اینجا چیکار میکنی شما؟ میبینید تمام سعی میکرد نیروها رو جمع بکنه برای خودش. این سوال اول شما. پس بنابراین تحمیل شده نظارت فقیهان. به عنوان مثال در اون قانون اساسی اول فرمانده کل قوا کیه؟ رئیس جمهور. کی خودشو ولی فقیه دونست؟ روح الله خمینی. چگونه؟ با نقض قانون اساسی اول. فقط میتوانسته اعلام جنگ یا صلح بکنه و میتوانسته فرمانده ها رو امضا بکنه، همین. بقیه نقش فرمانده کل قوا رو رئیس جمهور داشته. این که من رئیس جمهور رو فرمانده کل قوا میکنم برخلاف قانون اساسی بوده، نقض قانون اساسی بوده. برادر آقای بنی صدر، که آقای یدالله بنی صدر، که یک حقوقدان بوده، تا کودتای 60 حساب میکنه، میبینه بیش از 70 بار روح الله خمینی همون قانون اساسی رو هم زیر پا گذاشته.
و بعد رفتم بهش گفتم، گفته حالا دیگه از این بعد سعی میکنم سال قانون باش، که همون سال هم دوباره گذاشت. پس میبینیم که صحبتی از این که قانونی عمل کرده باشن نبوده، از همون اول با قلدری عمل کردن. هر جا که ما توانمون تونستیم اونا رو عقب بنشونیم نشوندیم. بعد ستونپایه‌های قدرت هم همون حکومت موقت دستش داد، سپاه پاسداران براش ساخت، دادگاه های انقلاب براش درست کرد، دادگاه ویژه روحانیت براش درست کرد، نمیدونم شورای دیگه مصلحت رژیم و اینا یواش یواش بعدن اومد سر کار. میبینیم بنابراین اهرمای قدرت دادیم دستش، اون هم زور گفت. پس قسمت اول این، قسمت دوم این که چرا اصلا مذهبی ها دخالت کنن در چیز، در حکومت. دلیلش این هستش که دموکرات ها همدیگر رو پیدا میکنن. در طول تاریخ در جنبش عمومی هرگاه سه نیرو با هم همکار شدن، جنبش عمومی انجام گرفته. نیروهای مذهبی، نیروهای چپ و نیروهای ملی، حداقل گروهی از اینها، هر وقت اینها با هم همکاری کردن، اینها میتونن روایت حقوقی داشته باشن، اینها میتونن روایت قدرت مدار هم داشته باشن. پس نمیتوانیم بگوییم که چرا این گروه اظهار نظر میکنه چرا گروه اظهار نظر نمیکنه. الان نکته رو بر شما میگم که شاید تعجب بعضی از شما رو برانگیزه. لایسیته یا سکولاریسم، حالا هر کدوم از اینها رو، در ایران چپی ها مطرح نکردن، ضد دینی ها مطرح نکردن، دینی ها مطرح کردن. چرا؟ چپای مارکسیست در اون موقع معتقد بودن که زیربنا اقتصاد، روبنا نمیدونم دین و مذهب و این چیز هست. پس اهمیتی نمیدادن به این مسئله. اونا به فکر انقلاب دوم بودن. پس بنابراین این سکولاریسم و به تدریج لایسیته در جامعه ما ایران در از طرف اون کسایی هستش که معتقد بودن با دین نمیشه حکومت کرد. نهاد دینی نمیتونه بیاد حکومت بکنه. دین میتونه نظر خودش داشته باشه، اما نهاد دینی در کار دولت نمیتونه دخالت کنه، کما اینکه هیچ نهاد قدرتی نمیتونه دخالت کنه. صحبتامو اینجا کوتاه میکنم چون ادامه که بدیم باز احتمالاً صحبت رو با هم خواهیم داشت. بزنم. ممنونم جناب آقای لطفی، اگر براشون مایک رو باز کنید چون ایشون. عرض ادب، ممنون از صحبتاتون جناب آقای. دو تا سوال اینجا پیش میاد، که بابت بحث اول موضوع، بابت اینکه وقتی که خب خمینی اومد و قانون اساسی اون پیشنویسش رو دادن و یک سری کاندید نشدن، اون آدم‌هایی که روشنفکر بودن، اقتصاددان بودن و حقوقدان‌هایی بودن که کاندید نشدن، دلیل کاندید نشدنشون چیه؟ چی بود که کاندید نشدن؟ یکی اینکه طبق آماری که حالا بعدها منتشر شد بابت اون 98 درصد رأی، یه چیزی حدود 15 درصد از کسایی که میتونستن تو انتخابات شرکت کنن رفتن رأی دادن، شد 98 درصد. من با توجه به اینکه افرادی که میتونستن رأی بدن سنشون باید بالای 16 سال میبوده، کمترین سنی که رفته رأی داده 50 سالش بوده، میشه اینو نسبت داد که به همون دلیل که نرفتن رأی بدن به همون دلیل هم کاندید نشدن؟ و خب این دلایل چه میتونسته باشه؟ یکی این که این کسایی که خب نخواستن این اتفاقات اون دوره بیفته و اسلام رو پیش کشیدن و اومدن خمینی و این مسائل، الان هم میتونن این کار رو بکنن توی انقلاب جدید یا نه؟ ممنون. علی خیلی ممنون، سوالتون خیلی اساسی است، بیشتر از اون صحبت‌های قبلی ما به این زوایای این صحبت شما جواب خواهم داد. در رابطه با سوال آقای شایگان یک نکته یادم رفت، حالا قرار بود که حالا برفرض درست عمل می‌کردن، تقلب نمی‌کردن، کی جایگزین خمینی می‌خواست بشه؟ خودشون می‌خواستن آقای منتظری رو جایگزین بکنن. منتظری حاضر نشود سکوت بکنه روی جریان ایران گیت، روی اون بازی‌هایی که پشت پرده داشتن میکردن که با پول ایران در واقع اسلحه بخرن در نیکاراگو و این داستانش، حالا داستانش رو دوگر رسید سرتون در نمیارم، و افشاگری کرد و حاضر نشود کوتاه بیاد، او رو برداشتن از مقام بعدی گذاشتن کنار. از قضا دختر آقای طالقانی، خانم اعظم طالقانی برگرد، بعد اون نظرات آقای، و یکیش این بود، دیگر این که جنوسید این رژیم رو در زندان ها، بعد از اینکه در زندان ها اونایی که حکم زندان داشتن در سال 67 اونها رو کشتن،
اونایی که میتونستن یه ماه دیگه آزاد بشن، یه سال دیگه آزاد بشن، یا اینکه حکمشون تموم شده بود، اونا رو کشتن. چرا که سازمان مجاهدین در عراق یه حمله رو ترتیب داده بود بر علیه چیز، بر علیه نیروهای سپاه و ارتش در جبهه و شکست خوردن در اونجا. و خمینی به خاطر اینکه اینها نیان و طغیان بکنن خارج از در چیز، اونها رو ازشون انتقام گرفت. این کشتار علیه بشریت از جنوسید است. شما نمیتونید یک محکومی که داره حکومت محکومش تموم میشه دوباره بدونید که محاکمش بکنید بکشید. یک جمله رو ازشون میپرسن، شما به این نظام اعتقاد دارید، به این رژیم اعتقاد دارید یا نه؟ نه میگفتن اعدام بودن، که اکثرا طرفدارای سازمان مجاهدین بودن، چپا هم بودن. از اوایل خرداد 67 شد. آقای منتظری این رو افشا کرد، به صورت یک نامه داد رفت ترکیه از تابستان. این نامه در نزدیکی های اسفند همون سال 67 به دست آقای بنی صدر در پاریس رسید، بلافاصله منتشرش کرد و روزنامه های دنیا نوشتن و دست رژیم رو کردن در مورد این جنوسید. از جمله این که آقای منتظری نداشتن، همین افشاگری آقای بنی صدر، آقای منتظری بوده که به واسطه آقای خانم اعظم طالقانی هم گفت این کاری که آقای بنی صدر کرد اشتباه بود، به این علت که اگر این سکوت رو می‌کردن بعداً این آقای منتظری رهبر می‌شد، از دست این رژیم راحت می‌شدیم. در صورتی که شما هرگاه حق رو زمان حق بلافاصله بعد از تجاوز بذارید کنار، مصلحت بکنید، بعد معلوم نیست بتونید بگید. انواع اصلا حساب کتابای غیر قابل پیش بینی پیش میاد. پس نکته اولین، چرا روشن فکرانی چیز نکرد؟ حالا این که شما میگید بالای 50 سال شرکت کردن، نمیدونم من این رو، من همچین چیزی رو نشنیده بودم که بالای 50 سال ها. نه، این که یه عده‌ای زده شدن از بعد از اون رأی آریانه به جمهوری اسلامی، حق با شماست، یه عده‌ای گونه بودن، اما یک اشتباهی رو لازمه در اینجا تکرار نکنیم. اون اشتباه بود اون کار. زمانی که یک رژیمی تازه میاد سر کار، این هنوز نظامه، هنوز نهادینه نشده و بنابراین هنوز تبدیل به رژیم نشده، تبدیل به رژیم سیاسی نشده، این نظام تازه وارد، انسانها و شخصیتهایی که در جامعه سیاسی هستن و سازمانها، لازمه که نگذارن این نظام تازه وارد استبدادی بشه. تا جایی که میتونن لازمه نقش بازی کنن. توجه شما رو جلب میکنم، حکومت موقت بعد از اینکه گروگانگیری سفارت امریکا پیش میاد استعفا میده، به ایشون، به حکومت موقت جواب میده بابا شما حکومت موقتی، شما وایسا و تا جایی که میتونی مقاومت کن، چرا جا میزنی؟ پس استعفا دادن زمانی صحیح است که یک رژیمه ساختار شده و ساخته شده انجام میگیره. حساب کتابا دقیقا مشخصه، هنوز در حال ساختن نیستیم. پس حکومت جدیدی که سرکار میاد، دست اندرکارا نباید بترسه از اینکه آلوده بشن. آلوده میشن، اما نقشی که بازی میکنن در این کم کردن استبداد و کاستن بر فضای آزادی مهمه. نه اینکه من فکر کنیم جا بزنیم، خب چی میشه؟ خب چی دیگه، خلای جا میشه، کی بار میکنه؟ نمیشه خلا رو، قدرت پر میکنه. خیلی ممنون، بفرمایید. نفر بعدی جناب آقای جعفری، اگر لطف کنید مایکشون رو آزاد کنید. با عرض سلام خدمت همه همکاران عزیز و عرض خسته نباشید خدمت آقای روحی. ببخشید من یه دو تا سوال برام پیش اومده. یکی این که اصلا ما چرا، من که ربع ساعتی نبودم، شاید الان شما توضیح دادین و من به اصطلاح نبودم، این که اصلا چرا انقلاب شد؟ چون وقتی که ما داریم بر میگردیم به برنامه هایی که پهلوی دوم خصوصا داشتن، این بود که خب جامعه واقعا داشت میره به یه سمتی که رفاه عمومی، شرایط به اصطلاح اقتصادی خوب، وضعیت و فروش نفت و خیلی چیزهای دیگه که همگی تقریبا اطلاع دارین در این ارتباط، و این بود که شرایط و وضعیت حداقل برای چیزهایی که ما پدرانو متعریف میکردن، خب تقریبا وضعیت از زندگی اونا از صفر رسیده بود به بالای 50. و اصلا چه دلیلی داشت که اصلا انقلاب بشه؟ من
جواب این سوال برام خیلی مهمه. و سوال دومم اینه که چرا کسایی که تو انقلاب باز شرکت کردن و اینا به حساب کنار گذاشته شدن؟ مثلا کسایی بودن که خب سازمان مجاهدین بودن، خلق بودن، چپ بودن، نمیدونم راست بودن، اینا به هر حال همشون تو انقلاب شرکت کرده بودن و کشته هم زیاد داده بودن، و اینا چرا به اصطلاح کنار گذاشته شدن و چرا وقتی که اینا کنار گذاشته شدن اون کسایی که واقعا تو بطن قضیه بودن و روشنفکر بودن و روشنفکر سیاسی بودن و اینا دخالت نکردن؟ چون یقینا هر قضیه از اول زاویه که پیدا میکنه زاویه 90 درجه پیدا نمیکنه، زاویه از صفر شروع میشه، از یک شروع میشه، کم کم وقتی میاد بالا به جایی میرسه که الان حکومت آقای خامنه ای به شکلیه که ریشه‌کن کردنش واقعا کار سختی به نظر میاد. اگه از همون اول درست به اصطلاح اجرا میشد و کسانی که روشنفکر بودن و تو بطن قضیه بودن کنترل میکردن یا آگاهی رسانی میکردن، به هر حال شرایط میسنجیدن و انجام میدادن، فکر کنم کار به اینجاها کشیده نمیشد. ممنونم. ممنونم. بفرمایید آقای رایی. بله خیلی ممنون. ببینید این تفکر که چرا انقلاب شد، چون رژیم سابق ما رو داشت پیش می برد و ترقی داشتیم می کردیم، این تفکر رو من نقد می کنم. چرا در هیچ کشوری نشده که انقلاب بشه از رو این که مردم از رو خوشی، تا مشکلی نبوده انقلابی هم نشده. شدنی نیست که در یک کشوری مشکلی وجود نداشته باشه انقلاب بشه. یکی نکته این. دومین نکته این است که انقلاب یک استراتژی نیست، انقلاب یک رویداده. زمانی که رژیمی از حیات خود انعطاف ناپذیر در مقابل ملتی که انعطاف ناپذیر از حیات خود دفاع میکنه، حتما رژیم به ضرر انعطاف ناپذیری مردم حذف خواهد شد، به نفع انعطاف پذیری مردم و به ضرر خود رژیم حذف خواهد شد. رژیم نکته دوم. نکته سوم، از 1353 رژیم پهلوی دچار مریضی اقتصادی هلندی شده بود. اقتصاد یک مریضی داره بس میگن اقتصاد مریضی هلندی، حالا بعضیا میگن سندروم هلندی، حالا سندروم هست، سندروم مجموعه علائم میگن، چیز انقلاب هم بعد از اینکه مجموعه علائم تبدیل میشه به خودمون انقلاب میگن، بیماری میگن، تبدیل میشه بیماری میگن، پس بیماری مرحله پیشرفته سندروم هستش. حالا سندروم هست یا چیز، در اون زمان حجم نقدینگی ایران، به عنوان مثال برای شما بگم، سال 56 400 میلیارد تومان بوده اون موقع، یک سال بعد شد 900 میلیارد تومان، یعنی بیش از دو برابر رشد میکنه. بیماری هلندی یعنی که در اونجا شما پول دارین، انقدر پول دارین که نمیتوانید اینا رو خرج بکنید و ولخرجی هایی که به وجود میاد و تقاضای مصنوعی که به وجود میاد موجب میشه که عرضه شما قدرت رقابت با تقاضای شما رو نداره و بنابراین تورم افسار گسیخته به وجود میاد. این اون بیماری هلندی بود که از سال 53 آمد، بنابراین از سالهای آخر اول 50 اومد سراغمون، سال 53 گسترده شد. چگونه متوجه شدیم که این به خطرناک شده؟ سرمایه ها از ایران داشتن فرار میکردن، سرمایه های خود ایرانی ها و سرمایه های خارجی در ایران از سال 53 شروع کردن به فرار کردن. شاه آمد چه گفت سال 53 یا 54 یا دیرتران، دقیقی یادم نیست، گفت ما دیگر پول نفت رو آتش نمیزنیم، یعنی حالا داشتیم آتش میزدیم. آقای علم در خاطراتش میگه این محمد رضا پهلوی اول حکومتش گوش میکرد، آخر حکومتش دیگه گوش هم نمیکرد. غرباغی میگه که این مجله های نظامی بین‌المللی رو میذاشت جلوی خودش، از رو مجله سفارش میداد فلان چیزی میخوام فلان چیزی، خود در صورتی که نقش اون نبود. چهارمین عامل
از انقلاب مشروطه تا به حال ما میخواستیم پادشاه سلطنت کند، نه حکومت، دخالت نکند. هیچ رژیمی نیست که کاری برای مردم نکرده باشه. همه یه کاری کردن. خلاصه این رژیم هم راههای روستایی درست کرده، انواع اصلا اتوبان درست کرده، اما این نشانه پیشرفت نیست. نشانه پیشرفت اقتصاد تولیدی است، نه اقتصاد مصرف. از نشانه های اقتصاد مصرف در زمان پهلوی و این رژیم این استش که اقتصاد مصرف بدون فساد وجود خارجی نداره. هزار فامیلی که در اون زمان به وجود اومد، بیت رهبری و انواع اقسام، دهک چه ارز کنم، 2-3% بالای جامعه دارن انجام میدن، یقه سفیدا دارن انجام میدن، اونایی که نزدیک هستن به ارگانهای مافیای نظامی مالی که در درون سپاه هستن. پس بنابراین توجه داشته باشیم که آنچه گفته میشه رو لازم دقیق نگاه کنیم. اون زمان فرح پهلوی 10 سال قبل از انقلاب، انقلاب رو پیشبینی کرده بود. خود فرح پهلوی در آقای انصاری دنبالم داره، پسرخاله فرح پهلوی که در دربار بوده، میگه از عوامل انقلاب دعوای داخل دربار بوده. یک جنایی بوده که رضا شاه بوده، یه جنایی هم بوده فرح و جوادی و اون پسرخاله فرح قطبی، اینها اون جناح بودن که شاه مریض شده بوده و در وضعیت ضعیفی قرار داده، اونا بودن که اون حکم صدای انقلاب رو شنیدن و به دست محمد رضا شاه دادن. محمد رضا شاه آمد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، اما چون تناقض بوده بین این فکر خودش با اون نطقی که دستش دادن، روز بعد آمد به همون گفته خودش خودش زیر پا گذاشت. چیکار کرد؟ حکومت نظامی اصهاری رو سر کار گذاشت. شب اومده میگه صدای انقلاب شما رو شنیدم، صبح حکومت اعزامی، بنابراین اعتماد مردم رو برید. بعد آمد این جلو، خود الان اسناد نشون داده در گوادلوب به این نتیجه رسیدم که حکومت پهلوی بماند اما شاه مریض برود، شورای سلطنت جایش رو بگیرن. نخست امریکا چیز انگلیس هم پیشنهاد کرد بختیار پسرخاله فرح در واقع بشه رئیس نخست وزیر، اما او رو که نخست وزیر کردن، کشتار 8 بهمن رو انجام داد و آخرین پرده های امید رو از اعتماد رو برید. پس میبینیم که مجموعه عواملی اون انقلاب رو پیش آورد. اما اینکه فرمودید چرا از نیروهای مثل سازمان مجاهدین ها حمایت نشد، نه شد، اما مشکل بزرگ و مواجه بود. ما در 2 جبهه جنگ قرار گرفتیم. مردم آمدن یه رئیس جمهور رو انتخاب کردن به اسم آقای بنی صدر که میخواد برنامه‌های خودش رو پیاده بکنه و توانستی یک قسمتی از برنامه‌های خودش رو پیاده بکنه به صورتی که با یک درآمد خرج خانواده ها کمتر از درآمدشون شد. در خانواده های شهری و روستایی در امریکا کیسینجر میگه ژاپن دومو در خاورمیانه نمیتونید تحمل بکنیم، دارن توطئه میکنن، جنگ رو تحمیل میکنن. چگونه؟ از همون اول انقلاب این دادگاه انقلابی رو که درست کردن شد ستون پایه خمینی و اینها آمدن شروع کردن به تارمار ارتش. مملکتی که باید بتونه از خودش دفاع کنه رو ضعیف کردن و ارتش رو پاشوندن. آقای بنی صدر قبل از اینکه رئیس جمهور بده، چند ماه قبل از، گفت من اگر کاندید ریاست جمهوری بشم برای اینکه میخوام جلوی جنگ رو بگیرم. و زمانی که شد رئیس جمهور، 4 ماه بعد از اینکه جنگ شد، قبلش بر تنظیم ارتش رو انجام شده بود و اون زمانم شدت گرفت. اسفند ماه 58 به بعد، ماه شهریور 58 هم چی شد؟ جنگ شد. آخر شهریور هم جنگ شد. زمانی که جنگ شد 30% نیروی زمینی آماده بود، حدود یه چیزی 40% نیروی هوایی و ببخشید نیروی دریایی حدود 30% نیروی هوایی بود، نیروی زمینی هم تقریبا 0%. میگم 0% هم که سرباز وجود نداشت، سران نیروی نظامی رو از بین برده بودن، دادگاه تشکیل داده بودن. زمانی که انقلاب جنگ میشه، بنابراین جنگ هم میشه قوز بالا قوز، با تحریکات مختلفی که هم عراق کرد هم این آخوندها کردن.
همین چی جنگ طلبی هایی که کردن. یک ماه قبل از جنگ پیغام فرستاده میشه برای آقای بنی صدر که عراق قرار حمله بکنه، سندش هم وجود داره در پاریس. فرستاده میشه آقای قدساده، فرستاده میشه به پاریس که بره اون سند رو بخره بیاره. میاره، بعدم به سفارت اتحاد جماهیر شوروی در ایران همون رو دوباره تایید میکنه. به سند رو میبرم پیش خمینی، میگه نه از این غلطات کسی نمیتونه، کسی جرأت نمیتونه به من حمله بکنه. به تحریک خودشون ادامه میدن. زمانی که عراق حمله میکنه خمینی دستش اینجوری میلرزه از وحشت. آقای بنی صدر میگه من ترسیدم بگم، تو برو برای مردم صحبت بکن، الان با این وضع روی خرابی که داره مردم رو وحشت زده کنه. گفتم آقا شما ساکت شو، من خودم میرم. من رفتم به مردم صحبت کردم، گفتم ما انقلاب کردیم، ما مردمی توانا هستیم و میتوانیم باشیم. که بعد میره از با فرمانده ها رو که جمع میکنه، فرمانده ها میگن که ما چند روز میتونیم بجنگیم. گفت شما همین چند روز جنگتون رو بجنگین، منی که مردم انتخاب کردن با این مردم مملکت خودمون نجات میده. بعد میره برای خلبانها صحبت میکنه و میگه که اون کاری که نیروی زمینی الان انجام نمیده من نمیدونم، شما رستم های ایران هستید، شمایید که الان میتونید برید ایران نجات بدید. اونا با 140 پرواز روز اول و پروازهای متعدد با هواپیما تانک های صدام رو زدن و نیروها رو عقب نشوندن تا یواش یواش نیروهایی رو که بر تا حدودی جمع شده بود سازمان دهی شد. ماه چهارم عراق رو عوض زدیم، پس زدیم نیروهای عراق رو پس زدیم و ماه نهم هم جنگ رو بردیم. اما توجه داشته باشیم، پس ما به خاطر جنگ یک اشتباهی بزرگ کردیم، مصلحت کردیم که در مقابل جنگ خارجی که داریم جنگ داخلی کاشانی مصدق تکرار نشه، جنگ بین بنی صدر و خمینی تکرار نشه. اشتباه کردیم. چرا اشتباه کردیم؟ برای اینکه ما که داشتیم میجنگیدیم، این دشمن خارجی از پشت هی خنجر داشت میزد. چه کار کرد؟ مجلس تقلبی درست کرد. آقای بنی صدر اومد اعتراض کرد، آقای مجلس تقلبیه، قرار شد کمیسیونی تشکیل بشه که تقلبا رو بس. که در حالی که بررسی میکردم خمینی اومد دید اوضاع پس اومد گفت نه همین مجلس قبوله. آقای بنی صدر باز اشتباه کرد، در این مجلس تقلبی با فشار زیادی که گذاشتن رفت نخست وزیری تحمیلی رجایی رو پذیرفت، نباید میپذیرفت. بعد که پذیرفت دیده اینا همجوری دارن هی پشت سر حمله میکنن، بعد وایساد و نخست وزیراش رو قبول نکرد که تایید کنه. و بنابراین تا مدت ها ما این مشکل کابینه نداشتن رو داشتیم. پس بنابراین حالا کاری ندارم بگیم، میخوام بهتون بگم جنگ خارجی و توطئه داخلی از نظر خود همینایی که توطئه داخلی میکردن در اسلام خودشون، جنگ داخلی فتنه بزرگه. یعنی از جنگ خارجی جنگ داخلی بدتره. با وجود بر این کار رو میکردن. به چی؟ که رئیس جمهور نمیدونم اپوزیسیون شده است، میگوید چرا شکنجه بداره، آبروی رژیم رو برده است و چرا آبروی امام رو میبرد و چرا میگوید دموکراسی و چرا میگوید حقوق بشر که خارجی غربی هست و ربطی به ما ندارد. از این مزخرفات رو به خورده ما دادن، از این مزخرفاتی که ما میخواهیم از انقلاب خودمون که برای دموکراسی بود دفاع کنیم، اینها انواع اقسام این بازی ها رو در آوردن. همین خامنه ای چه گفت؟ این آقای بنی صدر همه چیز را گفته است، ما از که چیزی را نگفتیم. این دروغ رو چرا میگفتن؟ برای اینکه تمام توطئه های خودشون رو مرتب میکردن، تو روزنامه های خودشون هم مینوشتن. به محض اینکه آقای خمینی بنی صدر میومد جواب بده، رفتم پیش خمینی گفتم آقا اینجوری که نشد. خمینی هم برگشت گفت که شما کوتاه بیایید. اون طرف که کوتاه نمیومد، تمام تو خودشو تمام همین بازیای ایدئولوژیک خودش انجام میداد. این ور یعنی آقای بنی صدر تو حرف نزن. پس میبینیم که ما در جایی قرار گرفته بودیم که میخواستن که این گونه پیش برود و ما مردم لازم بود و ما روشنفکران جامعه سیاسی لازم بود که خوب مقاومت کنیم. نه چرا خوب مقاومت نکردیم؟ یک دلیل اساسی این بود که مدار بسته خشونت رو چپها، سلطنت طرفها با طرفداران روح الله خمینی، یعنی کمیته ها و پاسداران اینا ایجاد کردن. موقعی که مدار بسته خشونت ایجاد بشه، سخنهای منطقی و حقوقی گم میشه این وسط. پس اشتباه بزرگ رو جامعه سیاسی اون موقع یک مقدار جامعه سیاسی شریک خمینی شدن در بستن مدار بسته خشونت
مدار بسته خشونت رو استالینیست ها ایجاد کردن، یک مقداری سازمان مجاهدین که اکسال عملی شد ایجاد کرد، و اینکه زمانی که خواستیم از اینها دفاع بکنیم مردم جوان ما اون زمان سازمان های سیاسی که بتونن اینها رو برنامه‌ریزی کنن، جبهه سیاسی که بتوانه از آزادی دفاع کنه وجود نداشت. همه اینا رو که بگذاریم، باز یک نکته رو توجه کن، توطئه دیگه پیش اومد که ما نتونستیم مقاومت کنیم. 30 خرداد صبح مردم میان به حمایت از رئیس جمهور خودشون آقای بنی‌صدر بر علیه خمینی و دار دستش حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و امثال اینها مقاومت میکنن، که در خاطرات عبور از بحران رفسنجانی است که 500,000 نفر مردم صبح میان، اما پرچم های مسعود رجوی میره بالا. مردم برای مسعود رجوی نیامده بودن. بعد از اینکه پرچم ها در میاد، بعد از ظهر مردم برمیگردن خونه هاشون. یعنی حتی این امکان رو داشتیم که ما بتوانیم جلوی اون کودتا بیستیم. اما یک نکته دیگر هم توجه کنیم، با تجربه الان میدونیم که اگر مقاومت جلوی خمینی رو 6 ماه زودتر شروع کرده بودیم، این بلاها سر ما نمی آمد. دیر شروع کردیم. اعتراض کردن کافی نیست، لازم است مقاومت کنیم. اینکه خشونت زدایی میگوییم همین است، ما دیر مقاومت رو شروع کردیم. دلیلش این است که عده زیادی از ما موقع شیفته خمینی بودیم و خمینی صحبتایی که در پاریس بود و در نظر میگرفتیم، میگفتیم حالا این کارهایی که میکنن یک جوری میگذر این توجیهات و این بازی ها رو کم و بیش قسمت زیادی از مردم و روشنفکران ما در شریک هستیم. درست است که روشنفکران ما درست عمل نکردن به این علت که نقش خودشون رو خوب انجام ندادن، زمین رو خالی کردن. اما درست است که ما حتی اگر عمل هم میکردم، چون جبهه نداشتیم نمیتونستیم خیلی خوب عمل کنیم، و حتی اگر عمل میکردیم لازم بود که زودتر عمل میکردیم. بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم جناب آقای رایی. خانم بیرجندی دستشون رو بالا کرده بودن و دوباره الان دستشون بالاست. بفرمایید بانو بیرجندی. عرض درود دارم خدمت همه عزیزان، خسته نباشید، و همچنین جناب آقای رایی گرامی ممنون از صحبت بسیار عالی که داشتین. به هر حال فکر کنم که توی تمام این جمعایی که ما داریم یه مروری برگذشته برای ما همه لازم هست که بدونیم و در واقع در این حدی هم باشه که تکرارش نکنیم. اما جناب آقای رایی، من حالا در واقع چون موضوع برنامه‌مون در مورد واکنش علی خامنه‌ای هست به حق طلبی مردم و اعتراضات، فقط میخواستم یه نکته ای رو عرض کنم. در واقع حالا سوال خاصی نداشتم، خواستم نظرم رو بگم. یه موضوعی برای من پیش اومد، اونم همین قضیه تجزیه طلبی که الان از طرف جمهوری اسلامی داره هی القا میشه به مردم و این رو داره به قول معروف بولد میکنه که اگر اعتراضات ادامه پیدا کنه، اگر این شود و آن شود، کجا و کجا تجزیه طلب هستن و میخوان کشور رو به اون سمت ببرن. اما من نکته که فقط میخواستم بگم، توی صحبتهای ایشون شنیدم که و به نظر من اینه که تجزیه طلب اصلی خود خامنه ای هست، اونم یک از زمانی که در واقع امت درست کرد، یعنی، و دومی که توی سخنرانیشون فقط به امت حزب الله تسلیت گفتن. این نکته برای من خیلی مهم بود و واقعا منو به فکر وادار کرد که رأس این قضیه خود خامنه‌ای هستش و تا کنون هم اگر اتفاقاتی به این صورت افتاده و این صحبت‌ها شده فقط از طرف خود شخصشون هست، چون به هر حال ما الان می‌بینیم سیستان و بلوچستان تو چه وضعیتی هستن و چه کشتاری داره اونجا اتفاق می‌افته. مردم کردستان رو می‌شناسیم، با وجود حمله‌ای که جمهوری اسلامی کرد به کردستان، اونا جواب ندادن به این قضیه. اینا امیدوارم که، یعنی، مردم اینا رو واضح ببینن و درکش کنن و باورش کنن. مرسی، ممنونم، زیاد صحبت کردم، عذرخواهی می‌کنم. ممنونم از شما بانو بیرجندی. آقای رای، اگر بفهمید. خیلی ممنون. بله، نکته خیلی مهمی رو خانم بیرجندی اشاره کنیم. یک دلیل روانکاوانه وجود داره براش. تمام جنایتکارها
خود رو قربانی حس میکنم و چون خود رو قربانی حس میکنم دست به تعرض میزنم. تمام جنایتکارها معتقدن بهشون ظلم شده، چون ظلم شده میتوانند جنایت کنند به اسم دفاع از خود و میتوانند پیشگیرانه حتی بجنگن. علی خامنه ای اگر تجزیه طلب میگه، یک علت دیگه هم داره، تمام مستبدین سعی میکنن خودشون دشمن خودشون رو انتخاب کنن. سلطنت قاجاریه در اواخر سلطنت خودش بهایی ها رو دشمن خودش انتخاب کرد. رژیم پهلوی تودهی ها رو دشمن خودش انتخاب کرد. علی خامنه ای و رژیم ولایت فقیه هم سلطنت طلب ها و مجاهدین خلق و دشمن خودشون خواستن. چرا دشمن خود رو انتخاب میکنن؟ چون میدانن اینا از جنس خودشون باشون میتونن بازی کنن و بنابراین با دشمنی که میتونن بازی کنن و بزرگش میکنن. شعار رضا شاه روحت شاد، روحت شاد رو خود رژیم میتونه درست کرده باشه، حداقل اگه سوء زن هست یک قسمتی رو میشه شک کرد، میشه گفت که این هست. چرا؟ به این علت، به محضی که یک رضا شاهی رو مردم بخواب، خب یک نظامی رو میارن میکنن بالا سر مردم میشونن. پس بنابراین بعد میگویم ببینید ما مثل رضا شاه رو برای شما گفت، شما اگر رضا شاه نمیخواستید. پس بنابراین قسمت دومش این هست که ایشون در واقع خود رو مظلوم میکنه و در این حال دشمن خودش انتخاب میکنه. اما اگر علی خامنه ای مردم رو دشمن میکنه، فکر کنم شما اون قسمت برنامه حضور رو نداشتید موقعی گفتم چرا مردم رو دشمن میدانه. دلیلش اینه که اینا فکرشون فکر نخبه گرا هست و مردم رو توده میبینن، مردم رو هم سلسله مراتبی میدانن که در بالا نخبه ها هستن، بعد مردها هستن، بعد مردهای لات و جانی و اینا هستن که مشتقی از اونها زنها هستن. اینها این سلسله مراتب دید و این دید زننده و زشت رو دارن و بنابراین کسی که میاد میگوید این ولی فقیه این گونه است، ما نمیخوایمش، دشمن حسابش میکنن. پس در طبیعت طرز میگم در طرز فکر اینها و ایدئولوژی اینها و مرامی که برای خود ساختن دشمن دشمن کردن اصله. اینها تمام تو این مدت امریکا رو کردن محور سیاست‌های خارجی خودشون و داخلی خودشون، در صورتی که امریکا با همین امریکا پشت پرده مذاکره میکنن، جلو فوش میدن و فوش میستونن. پس بنابراین عمد اینها دخالت امریکا رو در امور داخلی و امور خارجی خودشون میپذیرن. چرا که میتونن بگن چون اون کار میکنه من این کار میکنم، اگر مردمی علیه من هستن برای اینکه با اون امریکا هستن، دشمنا با همن بر علیه من. توجه شما رو به یک نکته بسیار خنده‌دار و در این حال اساسی جلب میکنم. در دین اسلام مستضعف یعنی مردمی که عقب نگه داشته شدن، مردمی که ضعیف نگه داشته شدن. خامنه‌ای آمد گفت نه این غلط، این در خلط، نه مستضعف علما هستن. چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه معتقده که علما باید حکومت کنن، هر اعتراضی علیه علما خیانت است به علما، ضعیف کردن علما است، علما این وسط بیچاره تحت ظلم قرار میگیرن. ببینید بس بنابراین توجه شما رو جلب میکنم که همه ایدئولوژی که همه فکرها مرامی است، اشتباه مرامی هست که به خیانت میکشونه. اشتباه تجربی میشه جبران کرد. من میتونم بگم آقا من اشتباه کردم با آقای خمینی اعتماد کردم، بعد جبرانش میکنم. من اشتباه کردم که پذیرفتم مصلحت کنم به خمینی، بعد اشتباه میکنم. به عنوان مثال آقای بنی صدر اون موقع چه گفت؟ خمینی آمد گفت شما بیا این 9 گروه سیاسی رو متهم کن و بگو اعلام براءت بکن علیه اینا، بعد بیا رئیس جمهوری رو بهت میدم، نخست وزیرم خودت انتخاب بکن، مملکتم خودت انتخاب کن. چون بلای قبلی سر آقای بنی صدر اومد گفت نه، ما انقلاب کردیم برای دموکراسی، انقلاب نکردیم که رئیس جمهور آلت دست شما باشه. این سازمان سیاسی که بودن، حزب سازمان مجاهدین بود، سازمان فدایان خلق بودن، حزب توده بود، امت جنبش مسلمانان مبارز بود، نهضت آزادی بود، جنبش جامعه بود و نه گروه خلاصه.
اما از کارهایی که علی خامنه ای و هر مستبدی میکنه تالیه معانی رو از درون خالی میکنه. کلمه کلمه امت رو شما گفتید، امت رو اون گونه که خود میخواد استفاده میکنه، نه اون گونه که مفهوم تاریخیش بوده. مفهوم تاریخی امت چی بوده؟ مسلمانایی بودن که با پیغمبر بیعت کرده بودن، قبائلی بودن که اینا مسلمان نشده بودن اما پیمان صلح داشتن با پیغمبر. پس مسلمان ها و نمسلمان ها، اونایی که با هم پیمان صلح داشتن میگفتن امت. حالا اومدن اینا چی میگن؟ ببخشید، میگن امت یعنی امت مسلمان در سراسر دنیا. علی خامنه‌ای هم رهبر امت جهانی است، رهبر مسلمانان جهان است. بدون توجه به اینکه بابا یه عده زیادی از این مسلمان، اکثر مسلمان هم سنی هست، تو شیری میتونی رهبر مسلمان جهان باشی؟ پس بنابراین توجه به تعالی فاسد کردن کلمات داشته باشیم. کلمات طیبه رو سالم تبدیل میکنن به کلمات کثیف و همون استفاده رو که میکنن بلافاصله در زنها انواع اقسام در واقع ابهام ها رو به وجود میارن. اسلامی که از سلم میاد یعنی صلح کردن، اسلامی که از سلم میاد یعنی مطیع بودن، برده بودن. میگوین بندگان خدا، خدا بنده نداره که، عبد یعنی دوست داشتن. عبدی که یعنی دوست داشتن، یعنی مثل پروانه دور شمع چرخیدن، رو تبدیلش کردن به چی؟ یعنی بردگی، بندگی. زن میشه برده و لازمه که این برده رو کنترلش بکنیم. همین هم که هست، کی تشخیص میده؟ خودش. اما توجه داشته باشیم که متوجه تناقض گویی‌های خودش نمیشن. موقعی که میگه یک ملتی، یک امتی اینها تشخیص نمیدن، خودش هم جزو این امته. چجوری که خودش جزو این امته تشخیص؟ مگر اون کسانی که میگه بر اینا نخبه هستن و میتونن تشخیص بدن. آقا شما حق خلیفت اللهی مگه نمیگی تو قرآن خودت داری؟ یعنی که خودت رهبر خودتی، هر انسانی رهبر خودشه. چطور این رو شما این رو میگی من میخوام رهبر مردمی باشم که خودشون رهبر خودشونن؟ این تناقض چجوری حل میکنه؟ رد میشن. به قول آقای طباطبایی و یکی دیگه اسمش یادم رفته، اینها انواع اقسام کتابهای فقهی رو مینویسن بدون اینکه لای قرآن خودشون رو باز کنن. و زمانی که اصول راهنمای قرآن منتشر شد، از اون زمان تا الان نه تنها در ایران سانسور شده، در تمام کشورهای اسلامی سانسوره. اصول راهنمای اسلام یعنی کتابی که نوشته شده که بابا شما هر کتابی رو بر اساس معیارهای اون کتاب میفهمید. معیارهای قرآن اینه. قرآن میگه آقا رابطه مثلث زیر سرته غلطه. قرآن میگه شما که چیز هستی، انسان هستی، نباید دچار شرک بشی. شرک چیه؟ پذیرفتن سلطه‌جویی اقتصادی هست، سلطه‌جویی سیاسی هست، سلطه‌جویی اجتماعی هست، سلطه‌جویی فکری هست. بر کی؟ بر کسی که سلطه رو میپذیره. خودی کسی که سلطه میپذیره رو میگه، قرآن میگه مشرک. همین مفاهیم رو گم کردن، انواع اقسام بازی‌های فکری رو به دست ما دادن، با همین مفاهیم رو از درون خالی کردن و پر کردنش با مفاهیم جعلی. فکر جمعی جبار که میگفتم یک قسمتش همینه. بفرمایید. ممنونم. اگر لطف کنیم ما سه تا عزیزی که خیلی وقت دستشون رو بالا گرفتن، اول آقای انصاری بفرمایید، بعد آقای سبزیان و در آخر هم خانم اشجعی سوالاشون رو مطرح کنن تا برسیم دوباره به جوابای شما. بفرمایید آقای انصاری، ماک برای شما آزاد میشه. دوستان اگر مایک آقای سلام عرض ادب و احترام دارم، صدای من رو دارین؟ بله بفرمایید آقای انصاری. سلام عرض ادب و احترام خدمت استاد رای عزیز، شما و تمام دوستان و اساتید گرامی. من از فرصت استفاده میکنم، چون مدت ها بود دوست داشتم که یک سری سوالات رو از جناب آقای رای داشته باشم و این فرصت الان به من دست داد که در خدمت ایشون باشم. با یک مقدمه ای دو تا سوالم رو من مطرح میکنم. همونجور که استاد رای خودشون فرمودن، بحث در مورد این که چه کسی خمینی رو توی ایران به قدرت رسوند و انقلاب چجوری در حقیقت به پیروزی رسید که دیگه از هرم من الشمس شده
خب همه میدونیم که خمینی نه نلسون ماندلا بود، نه جواهرلال نهرو بود، نه گاندی بود، نه تروتسکی، نه کیسینجر. اگه بهشون میگفتیم مانیفست چیه برای انقلاب، شاید اصلا معنی مانیفست رو نمیدونست. قطع به یقین که قدرت های پشت این قضیه بودن، برنامه ریزی گسترده ای بود که کشور ایران رو تو کشور استراتژیک بود و همه ما میدونیم از یک طرف مرز مشترک با بزرگترین قدرت بلوک شرق شوروی داشت و از طرفی با کشورهای حوزه خلیج فارس که تأثیر بسزایی در نفت و اقتصاد جهان داشتن و حتی ترانزیت مواد مخدری که از افغانستان 90% مواد مخدر دنیا اونجا تولید میشه باعث شد که یک کارتل هایی و یک سیاستمداران به این اتفاق برسن که به قول خود جناب آقای استاد رایی ایران ژاپن دوم نباشه. و همه ما میدونیم بحث این برها سوال اول من در این مورده که یک ضرب المثل که نه، یک جمله رو روانشناسا دارن میگن که اگه یک شیشه شکست ما دیگه نمیتونیم بگیم کی شکست، چرا شکست و برای چی و کی شکست. انقلاب اتفاق افتاد توی ایران، 14 دیکتاتوری الان اینجا حاکمه. سوال اول من این هست که جناب آقای رایی با تمام این توضیحات و تفاصیلی که شما مبسوط فرمودید و تمام دوستان هم آگاهی دارن به این قضیه، الان با توجه به این که ما اگه 3 ضلع حساب کنیم، یعنی مردم داخل که مخالف این حکومت هستند، قدرت‌های خارجی که حامی این حکومت هستند و قدرت داخلی که سرکوبگر این حکومت هست، یعنی ما الان 1-2 تنها موندیم، همه چیزم دست اوناست، تریبون دستشونه، تفنگ دستشونه، صدا و سیما دستشونه، ما به نظر شما چه میتوانیم بکنیم در داخل و خارج از کشور که بالاخره بتونیم اینها رو شکست بدیم؟ یعنی پیشنهاد و راهکار شما برای این قضیه چیه؟ دیگه همه میدونن که ما فعلا تنهایی. و در خصوص سال دومم این بود که شما فرمودید که ما مخالفت رو دیر شروع کردیم. جناب رای شما خودتون استاد تشریف دارید، حالا من نمیدونم چون خیلی کم سن و سال بودم در زمان انقلاب، اما زمانی که حالا یک سری مطالعات و تحقیقات کردم در خصوص همین جنبش زنانی که الان به خاطر حجاب اجباری توی جامعه ما در حقیقت شکل گرفته و این همه جنایت داره در مقابل این جنبش آزادی طلبانه و حقوق بشری شکل میگیره، ما 2 هفته بعد از انقلاب دقیقا یک راهپیمایی بین 5-8 هزار نفری از بانوانمون داشتیم توی تهران و دانشگاه تهران به خاطر نه به حجاب اجباری، یعنی مردم مخالفتشون رو شروع کردن. بگذاریم از اون بحث تقلبی که شد و دروغ 12 فروردین معروف، اون دروغ معروف رأی‌گیری 98% و 98%، اما همون اوایل انقلاب همین زنان ما، همین زنانی که الان توی خیابون هستن و الان سنشون شاید توی دهه 6 تا 7 زندگیشون باشن، توی خیابون ها اومدن و علیه حجاب اجباری معترض شدن و راهپیمایی کردن. چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ ممنونم که فرصت رو در اختیار من قرار دادید. بسیار ممنونم آقای انصاری، مرسی. دوستان لطفاً اگر که سوالاتشون هم در رابطه با در راستای جلسه‌مون باشه، موضوع جلسه‌مون رو لطفاً خاطرتون داشته باشید. جناب آقای سبزیان بفرمایید، مایک در اختیار شما. خیلی ممنونم که دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من یک سوالی داشتم در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای و اینکه من کلن عرض کردم تو صحبت قبلی ما رایی که من کلن با شخصی که اصلا چیزی، حالا مقامی که دائمی میاد بغلش، مخالفم و اصلا ولایت فقیه رو اصلا قبول ندارم. و اینکه ولی از اون طرف همیشه آدمی بودم که به این طرز فکر اعتقاد دارم که دشمنتو خوب بشناس. و من همیشه صحبت‌های ایشونو برخلاف خیلی‌های دیگه که میگن که آقا چی میگه میخواد صحبت‌های دیگر رو بکنه، همیشه با دقت گوش میدم و البته نکات زیادی من خودم در آوردم، اما یه موضوع خیلی برام جالب بود و خواستم نظر شما رو هم بدونم. اینکه توی صحبت‌هاشون اومدن و گفتن که دقیقاً صحبتشون این بود که اگر من بخوام خیلی عامیانه‌تر بگم،
نوجوانها رو تنبیه کنید، یعنی کسایی که اومده همه نوجوانن، نمیفهمن و درک ندارن، هنوز به سن بلوغ و اینا نرسیدن، ولی با هنرمندان و ورزشکارایی که الان دارن اعتراض میکنن اهمیت خاصی ندارن. یعنی عملا صحبتشون یکی از بخشاش همین بود و این توی ذهن من تداعی میشه که ایشون دوباره داره اون طرز فکر ضعیف کشی رو اعمال میکنه. یعنی اینکه چطور بگم، اینکه احساس میکنم اگر بخواد حالا اون سلبریتی ها، ورزشکارا و چه بسا بخواد با اون ورزشکارا اون هنرمندان حالا بخواد به ستیز و اینکه اونها رو نه کنه، احساس میکنم یه بهایی براشون داره و همیشه میاد ضعیف کشی میکنه، که حالا اون ضعیف کشی هم میشه قشر 87 که الان تو خیابونا هستن، بقیه قشرها هستن ولی من بیشترشون کردم، جنبش شروع کردم و دارن فعالیت میکنن عرض کردم. و اینکه سوالم این بود که نظر شما رو خواستم بدونم در مورد این، البته اگر نکات دیگه‌ای در مورد صحبت ایشون هم شما رو گوش داده باشید و داشته باشید من خوشحال میشم بشنوم، چون عرض کردم تو اول صحبتام هم من همیشه به این طرز فکر اعتقاد دارم که دشمنت رو باید خوب بشناسی و منم خودم رو مردم میدونم و ایشون رو دشمن ملت میدونم. ممنون میشم. مرسی. ممنونم آقای سبزیان. و آخرین نفر بانو لیدا اشجعی سوال داشتن، اگر لطف کنید مایکشون رو رها کنید تا ایشون هم سوالشون رو مطرح کنن. با سلام خدمت همه دوستان. آقای رایی، من باز برمیگردم به سال 56 و 57، یعنی هیچ وقت نمیشه بدون در واقع بررسی گذشته به آینده قدم زد. این فکر من هست. شما چیزهایی در رابطه با اقتصاد گفتید که ما باید اقتصاد تولیدی داشته باشیم و بررسی اون دوران از لحاظ اقتصادی و اینکه خود شاه و کلن دولت شاه و شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی اون دوران نقد و بررسی شد کردن اون شرایط و اینکه در دوران بسیار کوتاهی، یعنی از زمان، حالا من که اصلا نمیگم انقلاب، برای اینکه انقلاب با خودش چیزهای دیگری داره، تحول سیاسی که انجام شد چه شد که در اون دوران بسیار کوتاه آقای بنی‌صدر انتخاب شد برای ایران؟ یعنی آیا رو، یعنی نفرات دیگری نبودن که از لحاظ روشن بودن نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران انتخاب بشن؟ و شما رو من میبینم که همش صحبت از آقای بنی‌صدر میکنید، در صورتی که باید تمام جوانب، تمام اون دوران رو باید بررسی کرد و صرف، یعنی نباید به، البته آقای، این رو من میدونم که آقای بنی‌صدر با آقای رجوی یک نسبتی دارن و خودشون هم مدتی در واقع طرفداران مجاهدین بودن و در صحبتاتون هم در یک جایی در واقع مجاهدین رو کنار گذاشتید، به نیروهای چپ و سلطنت طلب پرداختید که در واقع این دو رو در واقع مورد، یعنی نظرتون بود که اینها در رابطه با مسائل سیاسی بحران آفریده شد در رابطه با این دو جریان. به هر حال ببینید، نیروهای، من اینطور فکر میکنم که نیروهای روشنفکری در ایران یک سابقه پخته سیاسی نداشتن که ما با این بحران ها روبرو شدیم. یعنی حتی خود جریان روشنفکری در ایران هم الان زیر سوال هست و الان هم زیر سوال هست، برای اینکه ما به اپوزیسیون نگاه میکنیم، به افرادی که در اپوزیسیون هستن و تلاش میکنن، تلاش فکری دارن، نگاه میکنیم. ولی اگر شما در اروپا و در امریکا و جریان های سیاسی رو در اون جور کشورها ببینید، میبینید جریان دیگری است. طول تاریخی سیاسی طی شده تا اینکه در واقع دولتی به دولتی دیگر تبدیل شده و جریان مکملتر شده از لحاظ اقتصادی. ما انقلاب صنعتی رو در اروپا داریم و پشت بند اون طی 200 سال
هم انگلیس رو میبینیم، آلمان رو میبینیم و اروپا رو میبینیم و رشد اقتصادی این کشورها رو که در کنار اون میتونن به رشد فرهنگی هم برسن. امریکا رو میبینیم که به عنوان کشورهای پیشرفته که میتونن از لحاظ حقوق بشری هم صحبتی در رابطه با اینها کرد. ولی در ایرانی که اگر شما در رابطه با اقتصاد خود یعنی تولید محور صحبت میکنید، در ایرانی که در اون دوران تمام جماعت روستاییش بی سواد بودن، ما چطوری میتونیم این صحبت رو بکنیم؟ هرچند که پول هم در جامعه باشه، پس اول باید اون زیربنا رو ساخت، یعنی اول باید از ریشه به جایی رسید، بعد بتونیم که صحبت کارهای دیگر رو بکنیم. یعنی اول جامعه از نظر فرهنگی، اقتصادی، رفاهی باید به یک نقطه‌ای برسه، بعدن ما بتونیم بگیم که بله در اون، و با توجه به اینکه نفوذ خارجی بالای سر ماست، با توجه به این من میخواستم که در واقع از شما آقای رایی میخواستم بی‌طرفانه به مسائل نگاه کنید و آقای بنی صدر رو اینجا در نقطه اوج قرار ندید. آقای بنی صدر هم در رابطه با جنگ اشتباهاتی رو مرتکب شدن و دستشون در دست آقای خامنه‌ای قرار گرفت. میتونست قبول نکنه، البته فرار کرده از ایران، ولی اینکه میتونست قبول نکنه، میتونست خیلی چیزها رو نپذیرن اینها و پذیرفتن متاسفانه. من مایک رو میبندم، تشکر. ممنونم، مرسی. جناب آقای رایی بفرمایید، ما در اختیارشون. آره خیلی ممنون. من از اینجا شروع میکنم که محله بذارین بخونم. بله، این مسئله مطرح شد که فکر کنم آقای سبزیان مطرح کردن که مقاومت دیر گفتم شروع شد، نه، مقاومت هایی خیلی زود شروع شد، از جمله تظاهرات زنان برای حجاب. صحیح است، آقای انصاری شاید این رو گفتن، فکر میکنم درسته. نگفتم هیچ مقاومتی نبود، ما به خمینی تا مدت ها اعتراض میکردیم، حتی بعد از اینکه خمینی گفت انقلاب دوم گروگانگیری سفارت امریکا هست، باز اعتراض کردیم. اعتراض کافی نیست، لازم بود به صورت منسجم مقاومت میکردیم در مقابل خمینی و زورگویی های حزب جمهوری اسلامی. یعنی همونجا که نخست وزیری رجایی رو خواستن تحمیل بکنن، همونجا باید میگفتیم نه. نه اینکه بگیم مبادا جنگ مصدق کاشانی پیش بیاد، خمینی داره تحمیل میکنه، حالا یه جوری با رجایی میتونیم بیان کرو، نه، همونجا اشتباه کردیم. شش ماه زودتر مقاومت جمعی میتونستیم بکنیم. یک نکته این. دو این استش که توجه به این نکته باید داشته باشیم که سازمان‌هایی در اون زمان متاسفانه در مقاومت در مقابل خمینی خوب عمل نکردند. اون زمانی که آقای بنی صدر و یه قلیلی میگفتن، رفتن در دانشگاه شریف، آقای بنی صدر گفت الان اگه جلوی این اعدام ها مقاومت نکنی سراغ شما میان، هورا میکشیدن برای اعدام ها که بیشتر اعدام کنی طاغوتی ها رو. هم چپ ها این هورا ها رو میکشیدن، هم سازمان مجاهدین. پس بنابراین یک مسئولیت جمعی ما ایرانی ها داریم که هنوز هم خشونت ها در بین ما هست. توجه داشته باشیم که من آقای بنی صدر رو از جنبه هایی که مطرح میکنم به خاطر اینکه مقاومت ارزش داره و به خاطر اینکه ایشان بودن که بیان دموکراسی یا حاکمیت جمهور مردم رو مطرح کردن و این خمینی بود که دنبالش اومد. یعنی آقای بنی صدر تئوریسین اون انقلابه، نه اینکه برجسته است و دیگر رو پایین دارن. سازمان های سیاسی در اون زمان بسیار ضعیف عمل کردن، حتی سازمان های ملی خوب عمل نکردن. دلیلش این که جبهه نتونستن تشکیل بدن، خواسته شد ازشون جبهه تشکیل بدن، تشکیل ندادن. چپا چی گفتن؟ گفتن که شما میخواهید آقای بنی صدر
طرفدارای قبلسن میخواد از اعتبار ما برای خودتون استفاده کنه. کدوم اعتباری که ما داریم شما نداری یا شما داری ما نداری؟ ببینید این گونه بود، این تقابل دیدن ها و این دنبال اتحاد موقت و تضاد دائم رو ایدئولوژیک وار قبول داشتن، این کار بلاها رو سر ما آورد. موقعی که فکر میکنه که تضاد اصلا خوب حرکت ایجاد میکنه، تضاد در خودش اشکالی نداره، اتحاد موقت میتونه شکل بگیره. خب شما تصورش بکنید که این دنبال چه اتحاد موقتی هست و این تضادها رو چگونه استقبال میکنه ازش و توجه نمیکنه که این تضاد نیست که زاینده است. اشتباهی رو که انگلز کرد و بعد پس گرفت، سانسور شد در ایران، کمونیست های ایتالیا رو کردن که بابا اون چیزی که انگلز گفت تضاد نمیدونم زاینده است و اینا دروغ بوده، غلط بوده، خودش هم متوجه شده. روایت روسی از مارکسیسم در ایران اوج داشت، مشی چریکی طرفدار داشت بین چپ و حتی مذهبی‌های در ایران، طرفدارای شریعتی یه به میزان زیادی اون مشی چریکی رو قبول داشتن، حالا یه عده‌شون قبول داشتن یا بعضی از سازمان‌های سیاسی. بس توجه داشته باشیم که ما در جایی قرار داشتیم که دو تا نظر پیش میاد که دیروز گفتم، دوباره امروز خانم آخری که صحبت کردن یادم رفت اسمشون، خانم چی بود اسمشون، اشیایی، دو نوع تحول داریم، یا تحول از پایین میکنیم و جامعه رو تغییر میدیم، یا اینکه تحول رو معتقدیم از بالا تا یه جایی بشه تا مردم بتوانن پیشرفت کنن. این غلطه، دومی از نظر من غلط. چرا؟ اون دهاتی بی سواد یاد گرفته که در شور کردن با اتحادی های دیگه تولید خودش رو پیش ببره، اون سابقه تاریخی داره، اون شور کردن بلده. شما این قبیله های افریقایی رو ببینید یا افریقایی ها رو ببینید، تو شور کردن خیلی خوبن، راحت با هم گفتگو میکنن، سر مسائل جزئی میشنن با هم گفتگو میکنن، یا در بین خانوم ها شور کردن خیلی قویه، سر نکات جزئی گفتگو میکنن. بی سوادی ربطی به آگاهی حقوقی نداره. انسان آگاه حقوقی خود رو توانا میبینه و موقعی که راه حل رو پیدا نمیکنه مشورت میکنه، راه حل ها پیدا میشن و جامعه سیاسی و جامعه تخصصی در ارتباط با اونها پیشرفت میتونن به وجود بیارن. این گونه نیست که اول یه جای پیشرفت بکنیم تا مردم عقب افتن اینطوری باشه. و الان مثلا انقلاب فرانسه، اون زمانی که مردم فرانسه انقلاب کردن، مردم فرانسه از ایرانیای الان خودمون عقب تر بودن، ایرانی هایی که زمانی که ما انقلاب کردیم عقب‌تر بودن، خشن‌تر بودن. الان همین پاریس، من در پاریس زندگی میکنم، پاریس شما برید منطقه خوکده ها، اونجایی که در کاخ پادشاه رو هانری سوم و اون ملکه معروف رو الان یادم بیاد بهتون میگم اسمش رو آتیش زدن، دروازه رو اینجا گذاشتن که وحشی‌بازی های داعشی اون موقع رو ببینن مردم. پس بنابراین توجه لازمه داشته باشیم که پیشرفت رو یک جامعه تا تحول نکنه، خود رو از نظر حقوقی تحول نده، یعنی تحولش از طرف اعتیادها به قدرت به طرف حقوق نباشه، این جامعه آمادگی این که تحول بکنه و پیشرفت بکنه نداره. ما سال 57 این آمادگی رو در ما به صورت ضمنی بود، اما نمیتوانیم بگیم که ضعیف نبودیم، ایراد نداشتیم، داشتیم، کما اینکه ایرادی که به شما گفتم 17 ایراد آقای بنی صدر اون موقع به خودش گرفته. همون موقع یک همکاری با خمینی، بدونین که به ابتلا بکشونه خمینی، به این لحاظ چون مرجع تقلیده عهد نمیشکنه، اشتباه بود این کار. هر آدمی رو باید به ابتلا کشون، به آزمایش کشون، و در جریان آزمایش دید که درست عمل میکنه، وعده میکنه، وفای خودش رو میشکنه، وفای به عهد خودش رو میشکنه یا زیر پا میذاره. شما در این رژیم نگاه کنید، مرتب عهدهای خودش رو میشکنه. از خصیصه های قدرت اینه، اونهایی که فکر میکنن که قدرت خوب داریم توجه ندارن به میکانیسم قدرت که رابطه مسلط زیر سلطه رو میخواد، تبعیض درش هست، قدرت خوبی نداریم که بخوایم قدرت رو به دست بیاریم، قدرت رو نگه داریم و قدرت رو محافظت کنیم ازش، درن چه قدرتی وجود نداره. شما قدرت رو لازمه حذفش کنین تا حکومت حقوقی که حاکمیت مردم است، اداره جمعی مردم است رو به وجود بیارید. کی این زحمت ها رو کشید؟ یه هسته کوچیک از زمان انقلاب تا حالا این کارو کرد، مورد سانسور قرار گرفت، کودتا کردن، گذاشتن آقای بنی صدری که خطا هم داشت، اما خطاهاش تجربی بود. به محض اینکه خطاهاشو فهمید تصحیح کرد که همون زمانی که رئیس جمهور بود، فقط او این کارو کرد، یه گروه کوچیکی هم روش بودن این کارو کردن، بقیه‌ها از اون زمان تا حالا
گذشته خودشون رو نقد کردن، متاسفانه نکردن، اگر هم کردن در مواردی کردن. پس توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که اقتصاد تولیدی اقتصادی است که در آن مردم هم تصمیم میتونن بگیرن، هم کمک و مشاوره تخصصی میتونن بگیرن و هم میتوان در آن کسر بودجه نداشت، هم در آن به علت عدم کسر بودجه که عامل اصلی تورمه، تورم از بین میره. به قول کینز در یک جامعه رو شما میخواید آروم از بین ببرید، در اونجا تورم بشید. ایران جز معدود کشورهای دنیاست که بیش از 50 سال تورمه، بیش از یک رقم داره و در یعنی شما شیرو آسایش و مقاومت مردم رو ازش میگیریم. چه کار بکنیم؟ این سوالی که شد، چه کار بکنیم؟ راه حل این هست. تنها راه حلی که نه تنها برای مردم ایران مانده بلکه برای همه مردم در همه کشورهای جهان مانده، جنبش عمومی هست و نه جنبش. جنبش عمومی هست یعنی روش‌هایی رو اتخاذ بکنیم که در آن خشونت به حد اقل رسانده بشه، خشونت با خشونت جواب داده نشه، خشونت رو با روش‌های مختلف مبارزه‌های مدنی خنثاش بکنیم و در این حال ریزش در درون رژیم، تا بتوانیم ریزش در درون رژیم ایجاد بکنیم. میگویم من بدنه رژیم رو هدف نمیگیرم، سران رژیم رو هدف میگیرم. تویی که با این رژیم همکاری کردی، جزء بدنه این رژیم هستی، میتونم از تو بگذرم، میتوانم بپذیرم که به صف من بپیوندی. این میشه جنبش عمومی، یعنی جنبش مردم به اضافه قسمتی از رژیم. این خوش جنگ، این در واقع روش، تنها روشی است که میزان خشونت رو به صفر میرسونه. اگر جنبش همگانی به میزان ریزش زیاد در رژیم باشه، خشونت حتی به صفر میتونه برسه. یک این. دو، به یک مسئله توجه داشته باشید که در دانشگاه هاروارد روش مطالعه شده و اون این است که حتی تمام ملت‌هایی که 2-3% مردمش به طور مداوم مقاومت میکنن در رژیم، اون رژیم محکوم به افتادن. پس احتیاج نیست که همه با هم مقاومت کنیم. 2-3% مردم بریده نه، قطع بکنم و بس بکنم، به طور مداوم در مقابل رژیمشون وایسادن، در تمام دنیا اون رژیم رو انداختن. پس راه حل دوم این است که مقاومت مداوم کنیم. نکته سومی که با توجه داشته باشیم در رابطه با ما، از اشتباه کردن نترسیم، از اینکه گروهی اشتباه کرد نترسیم. بنابراین خرج انتقاد و نقد رو بیاریم پایین، راحت با هم گفتگو بکنیم، راحت بگیم من اشتباه کردم، شما اشتباه کردی، اما منی که اشتباه کردم نگو که موجود مزخرفی هستی، شما که اشتباه کردی نگم موجود مثلا ارتجایی است. اون عمل شما رو نقد میکنم، اون عمل شما رو نقد میکنم. به چه علت نقد میکنم؟ شما رو توانا میبینم، شما رو برای شما این ارزش قائل هستم که شما میتوانی اشتباه خود رو جبران بکنی در تطبیق با حقوق. پس عامل سومی که لازمه توجه کنیم، نوع گفتگوی دموکراتیک و کم خرج بین ما هستش. راه حل چهارمی که لازمه بهش توجه کنیم این هست که ما در یک رژیمی هستیم که در آن مرتب گفتگوهای ایدئولوژیک رو به عنوان حقیقت به خورد ما میده. بین مردم ما معیارهایی رو با هم مطرح میکنیم که این معیارها رو میگیم، معیارها اگر انجام بشه حتما درست میشه. اگه چون این گونه نشود، توجه داشته باشید کدوم از معیارها اگر جهان شمول نباشن قابل تفاهم نیستن. تنها توجه کنیم که فقط معیارهای جهان شمول که او هستن مورد توافق هستن. پس بنابراین انعطاف ناپذیر بر روی حقوق و انعطاف پذیر بر روی مفاهیم دیگه باشیم. پس لازمه بدانیم کجا این انعطاف پذیر باشیم و کجا نباشیم. انعطاف ناپذیری در مورد حقوق، چرا؟ به این علت که حقوق یک سیستم کامله، قابل تجزیه کردن نیست. همه حقوق همدیگر رو تنظیم میکنن و در هر حقوقی حقوق دیگه هم قابل پیدا کردنه و اینها با هم هیچ تناقضی ندارن، تضادی ندارن، کهنه نمیشن، همیشگی هستن و همواره میزان هستن برای اینکه افکار ناصحیح خودمون رو با اونها تصحیح کنیم. پس لازمه که توجه بکنیم که ما اصرار و
توجه اصرار نکنیم رو نظرات خودمون، تفسیرهای خودمون که جهان شمول نیستن. خیلی ممنون. بله. ممنونم. فقط یکم ما الان حدود نزدیک به 2 ساعت از زمان جلسه‌مون داره میگذره، ولی هنوز احساس میکنم به اون هدفی که داشتیم حال در رابطه با موضوع جلسه‌مون خیلی رفتیم حاشیه. و اینکه ممنون میشم اگر دوستان در رابطه با موضوعمون اگر سوالی دارن بپرسن، که اگر آقای رایی هم برای جوابگویی که بخوان حاضر باشن در رابطه با اونجا در جهت سوال کلیمون باشه. ممنون میشم از دوستان. بانو اشجعی دستشون رو بالا گرفته بودن، بفرمایید. تشکر. بله من مایک رو الان تونستم باز کنم. البته آقای رایی خسته نباشید، برای اینکه به تمام سوالات جواب میدید و این خودش خستگی میاره، به هر حال خسته نباشید. ولی آقای رایی با صحبتهایی که شما کردید من به این نتیجه میرسم که در واقع ما یک دوران مبارزاتی بسیار طولانی در پیش خواهیم داشت، برای اینکه در واقع به فهم جنبش‌های عمومی باید فکر کنیم، یعنی جنبش‌های عمومی باید به اون فهم برسند که در بشه که روی اون برای آینده کشور بشه در واقع روی اونها حساب کرد، یعنی هرچند مقطعی ولی مداوم، و این باید همطور ادامه داشته باشه. و به جنبه حقوقی هم شما توجه کردید، ولی الان یک نظرات دیگری، چون من ببخشید اسم شما را نمیدونم عزیز من که در واقع مسئول جلسه هستید، من فیروزی هستم خانم جانم. این مسائل در واقع با این شرایطی که در ایران هست در واقع به روشنگری منجر میشه که احتیاج فکری تمام جوانان ایران هست. از این جهت اگر هم صحبتی میشه من فکر میکنم باید درست باشه، یعنی خارج از مسئله حقوقی نیست، خارج از مسائل حقوق بشری نیست، بلکه برای روشنگری هست. روشنگری همون که اعتقادی که داریم در رابطه با آزادی بیان. آقای رایی ببینید شما این الان من اینطور نتیجه میگیرم که در واقع مبارزات مردم باید در واقع مداوم باشه و همطور ادامه داشته باشه تا بتونه به یک نقطه جمعی در حقوق برسه، یعنی ما بتونیم اطلاع رشد فکری داشته باشیم تا بتونیم حق طلبی بکنیم و حق طلبی عمومی داشته باشیم برای به اون چیزی که می‌خوایم برسیم، حالا دموکراسی است، حالا مرحله به مرحله هست، هر چیزی که ما بخوایم اسمش رو بذاریم. ولی الان من می‌بینم حرکت‌های فکری انجام می‌گیره به این صورت که ما بخوایم از تکنوکرات‌ها و جمعی از سپاهی‌ها رو با خودمون در یک جهت بیاریم و بتونیم که این شرایط گذار در ایران رو که همین خامنه‌ای و دار و دسته و بیت رهبری و مسئله این مسائل هست رو بذاریم کنار، که بتونیم یه مقداری رو یعنی کشور از اون منجلاب در بیاد و به یک صورت درستری از در رابطه با مسائل سیاسیش برسه. من میخواستم نظرتون رو در این رابطه بدونم که آیا امکان پذیر هست که این فکرهایی که الان در جریان هست یا نه اصلا خود مردم باید در رابطه با مسائل حقوقی با جنبش عمومی و با جنبش مردمی همطور ادامه بدن تا به اون که به خواستاشون برسن. من ممنون میشم که این رو جواب بدید. ممنونم. با آقای انصاری دستشون بالا بود نفر بعدی، بفرمایید آقای انصاری اگر لطفا کوتاه فقط سوالاتتون. بله من خیلی کوتاه مطرح میکنم. سرکار خانم فیروزی خسته نباشید، شما هم اتفاقا زنده باشید. حالا من در خصوص همین مبحث جلسه بود منطور چون که بحث رو بونسم. جناب آقای رایی بزرگوار، سوال من اینه، حالا اگه باید بله یا خیرم جواب گفته بشه اگه امکان داره، آقای خامنه ای در خصوص اعتراضات، من یادداشت کردم سال 78 توی اعتراضات دانشجویی که در واقع به خاطر سرکوب مطبوعات انجام شد
و منجر به اون به اصطلاح اون ریزی و قتلگاه شدن اون دانشگاه شد، اومدن و توی صحبتاشون در حقیقت مخالفین رو، در حقیقت واژه‌ای که به کار بردن برای اونا محارب و زبون، واژه‌ای بود که برای مخالفان به کار بود. سال 78، سال 88 توی جریان انتخابات واژه‌ای رو که برای معترضین خودشون به کار بردن بدخواهان و مزدوران بود. سال 96 در اعتراضاتی که استارتش از مشهد به خاطر اون صندوق و جریان پدیده شاندیز به وجود اومد، اونها رو مزدور و دشنام دهنده به قرآن خوند. سال 1400 که اعتراضات به خاطر کم آبی ها شروع شد، حالا مخصوصا توی استان اصفهان، در حقیقت اومد گفت بهانه به دست دشمن ندهید. یعنی بزرگترین، حالا یعنی بولترین مسئله سخنرانیش این بود. سال 401 یعنی همین امسال اومده و گفته که جوانان و نوجوانانی هیجانی اومدن توی صحنه، شما اونها رو یک تنبیه کنید تا متوجه بشن، و این که سلبریتورها هم اصلا مهم نیستن. حالا در تایید جناب آقای صحبت شما سبزیان میخواستم بدونم شما این رو، این مواضعشون رو یک نوع عقب نشینی در مقابل با معترضین میدونید یا خیر؟ متشکرم. ممنونم. جناب آقای سبزیان مارکشون رو تفن لحافه. خیلی ممنون. دوستان من خواهشی که ازتون دارم لطفاً در مورد موضوع جلسه صحبت کنید. اینکه تمام موضوعات حقوق بشری کاملاً درسته، ولی خب مثلا آقای رایی نمیتونن بنده خدا از اول اسلام تا الان بیاد تو یکی دو ساعت سه ساعت توضیح بده، ولی هم اذیت میشن. و همین که ما تمرکزمون روی موضوع این جلسه است، چون ما میخوایم از این موضوع صحبت کنیم در موردش، یه راه حلی یا اصلا مفهوم این چرا این آقا اومده این صحبت ها رو کرده، و یه نتیجه گیری بکنیم در انتهای جلسه هم. و اون نتیجه گیریه که مهمه و ثمره کل جلسه ماست، و اگر صحبتی میشه که در مورد موضوع جلسه صحبت بشه فقط همینه. مطمئنا تمام موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد کاملا مهمه بدون شک، اما احتمالا در جلسه آینده مطرح کنید و حتما برای موضوعات آینده جلسه آینده حتما قرار میگیره، ولی این جلسه در مورد این موضوع. و واقعا من حیف میاد، دلم واقعا اصلا ناراحت میشم اینکه اصلا در مورد این صحبت های ایشون صحبت نشه. چرا؟ چون اگر ایشون اومده الان در مورد کسی که الان دارن کشته میشن اینجوری گفته، و بهتره به نظر ما بیایم در موردشون صحبت کنیم. و اینقدر در مورد موضوعات دیگه صحبت کردیم، من یه سوالی هم از آقای رای کردم بنده خدا اصلا فراموش کرد فکر کنم، یا و اینکه اصلا، ولی سوالم کلی میپرسم آقای رای عزیز، اینکه نظر شما اصلا در مورد صحبت های ایشون چی بود؟ اصلا چه نتیجه میگی؟ نظر خودت رو من دوست دارم بشنوم. و ممنون. ممنونم آقای سبزیان. من مایک رو لطفا برای آقای شایگان هم باز کنید، فقط کوتاه سوالاتتون رو بفرمایید، بعدش هم آقای جعفری و بریم سر جواب ها. مجدد من سوال ندارم، من فقط میخواستم راجع به هر موضوع جلسه سوال کنم که ابتدای جلسه شما یک اشاره کردید به واکنش خامنه‌ای به قتل حکومتی مهسا عزیزمون. من خواستم توجه ها رو به این نکته جلب کنم که واکنش خامنه‌ای به یک شخصی که توی امریکا به همین طریق حالا به واسطه پلیس کشته شد، واکنش ایشون رو در اون زمان میخوام قیاس کنید با واکنش یک هموطنی که ناجوانمردانه و غیر انسانی کشته شد. حالا این موضوع یه طرف، بحث این که در کنار این موضوع این همه آدم، ببینید ما تو سیستان مجلسان الان واقعا جنایت علیه بشریت در رخ میده. بچه دو ساله رو گلوله جنگی کشتن، بچه دو ساله. این آقا چطوری میخواد جواب بده؟ واکنش این اصلا، واکنش اصلا چه واکنشی میتونه داشته باشه؟ چرا باید اصلا واکنش داشته باشه این آقا؟ من فقط خواستم همین رو بگم. ممنون. مرسی. ممنونم آقای شایگان. آقای جعفر رو لطفا مایکشون رو رها کنید. با سلام و مجدد، من یکی دو تا سوال کوتاه دارم. یکی این که به هر حال
صحبتایی که آقای خامنه‌ای میکنن، میخواستم ببینم که اتاق فکری دارن که به اصطلاح موضوعات مطرح میشه یا اینکه کلن از مغز خودش تراوش میکنه. یا موضوع و موضوع دیگه هم این که اصلا هم اوائل به اصطلاح قضیه آقای شهریاری که حالا اموزجیه که همه تقریبا شاید بشناسنش، اومد یه مسئله رو تذکر دادن و اون این بود که در روز یک شنبه، یعنی تقریبا سه روز قبل از اون قضیه، این قضیه رو اعلام کردن که در روز یک شنبه که روز رحلت پیامبر و امام حسن هست و اینا، قرار هست که قرآن ها رو آتیش بزنن و چادر از سر زنان بکشن و هشدار دادن که به اصطلاح این قضیه رو حواستون باشه که حکومت داره میخواد این کار انجام بده و ازش سوء استفاده بکنه. و دقیقا این قضیه تو صحبت‌های خامنه‌ای هم به اصطلاح پخش شد. من که خودم به شخصه هرچی که ویدئو دیدم و اینا، ندیدم که قرآنی به اصطلاح آتیش زده باشن یا اینکه چادری از سر کسی کشیده باشن. چطور میشه که به هر حال این صحبت‌ها از زبون یه آدمی مثل ایشون که به اصطلاح خودشو به عنوان رهبر مسلمانای جهان شاید گاهن مطرح میکنه و اینا، و مردم هم خیلی‌هاش به راحتی باور میکنن، چون من یه ویدیوی دیدم همین دیروز که همین آیه سلامی اون به اصطلاح خبرنگار از مردم سوال میکرد که این آقایی که میگن به اصطلاح صحبت میکنه بدل آقای خامنه‌ایه، و همه اونایی که باهاشون صحبت کرد تقریبا 90% گفتن که ما حاضریم که نصف عمرمون، یعنی عمرمون نصف بشه و به عمر آقای خامنه ای اضافه بشه. ایشون چی کار میکنه که میتونه به اصطلاح همچی کاری بکنه به اصطلاح بین مردم عامی؟ ممنونم آقای رایی، میشنویم پاسخهایشون. ببینید خانم عشی، من با شما موافقم که میتونه میتواند مبارزه کنه باشه، میتوانه، اما زمانش دست ما نیست. اون چه که برای ما مهم اینه که به بهترین شکل عمل بکنیم، سعی کنیم به میزانی که میتوانیم فضای حقوق رو زیاد کنیم تا فضای قدرت کم بشه. خلاها رو قدرت پر میکنه. اگر ما نتوانیم درست عمل بکنیم، حتما خلاهایی ایجاد میکنیم که اون رو قدرت پر میکنه. توجه نکته دوم این هستش که این مقاومت طولانی به یک نیروی 2-3% مداوم مردم احتیاج داره. این رو گفتم، یعنی که همه مردم ممکنه در جایی مقاومت کنه، در جایی نکنه یا اصلا نکنن، ولی یه 2-3% متعهدی که میایسته و کوتاه هم نمیاد از نظر حقوقی، انعطاف ناپذیر میایسته، اون لازمه. در رابطه با صحبتی که آقای انصاری فرمودن، من این گونه صحبت شما رو تایید میکنم. هرگاه شخصی یا گروهی خود به شدت دفاع میکنه، ضعف به خرج میده. انسان میتونه از خود دفاع کنه، اما حساسیت زیاد نشون بدن، نکته به نکته ریزترین جاها رو بخوام جواب بدم و براش توجیه بتراشم برای اینکه من مجبور شدم خشونت بکنم یا مجبورم، اون ضعفه. بنابراین رژیم با این خشونت هایی که در به خرج میده و علی خامنه‌ای با این ضعف به خرج میده، ضعف خودشو داره نشون میده. اینکه کسی در مورد اون که نمیدونم جوانا رو حالا تنبیه بکنیم، اینا منظورش اینه که کسانی هستن توطئه میکنن، جوانا گول میخورن. حالا یه تنبیه کوچیک، اینا رو کوچیک نگفت، تنبیهی بکنیم اینا رو. همین کلمه تو این که برمیاد، ماموراش میتونن تنبیه بزرگ و کوچک بکنن. چرا؟ یک قاعده عمومی وجود داره در سطح دنیا، هرگاه کسی خود رو فعال مایه شاه بدانه، یعنی خود رو حاکم مطلق بدانه، زیر دستاش هر کدوم خودشون حاکمای مطلق میشن. هرگاه علی خامنه‌ای میگوید در مورد هیتلر این انجام گرفت، هیتلر مثلا میگفت یهودی بکشین، شدت کشتن رو اون ماموراش گاهی وقت خودشون انتخاب میکردن.
پس لازمه توجه داشته باشیم در این رژیم ولایت فقیه های کوچکی ایجاد شده که کنترل از دست خود ولی فقیه هم در جای خارج کرده. پس لازمه به این نکته توجه داشته باشیم که ولی فقیه هم تصمیم گیرنده هست و هم عروسک خیمه شب‌بازی نیروهایی هست که او رو کنترل میکنن، یعنی تو شبکه جهانی قدرت قرار گرفته. تو این شبکه جهانی قدرت خود علی خامنه‌ای به عنوان مثال گفت 40% سپاه ما در کنترل اسرائیله. حالا درست گفته یا غلط گفته، که اینو گفته سال 80 گروه درست گفته سر جای خودش، اما این که نمیگذارند هر کاری بخواهد هر تصمیمی بگیرد یک داستان دیگه است. همین الان حدود 200 پاسداری هستن، سردار پاسدار هستن، خودش رو بالاتر از خامنه‌ای میدونن. تصمیم که میگیرن نمیتوانه خامنه‌ای اونا رو اجرا نکنه. اونها از همین مذاکرات برجام سهم شیر رو خواستن و زمانی که برای سپاه پاسداران تحریم کردن خواستش این بود که سپاه پاسداران از تحریم برداشته بشه، فعلا برجام انرژی نمیرسه. بعد که دیدن زورشون نمیرسه و همچنان امریکا و اینا نمیخوان، گفتن اون جناهای اقتصادی شو حالا شما بردارید نه خود سپاه. میبینین بس بنابراین ما با یک مجموعه قرار گرفتیم که در اون مجموعه یک قاعده دیگر اینجا مطرح میکنم. مأموران حتی ایدئولوژی خود رژیم رو هم خوب نمیشناسن. اینو 4 روانشناس انگلیسی روش تحقیق کردن. هیتلر اون ایدئولوژی ناسیونالیسم سوسیالیسم رو مأموراش خوب نمیشناختن، خودشون به میل خودشون عمل میکردن. این تصب بنابراین ایدئولوژی ها هم خودشون یواش یواش به طرف تضادها میتونن کشیده بشن و هم به علت بد عمل کردن مأمورای اون میتونن به عمل بد کشیده بشن. پس توجه ما به این نکته جلب باشه که ما با یه سیستمی طرفیم که این سیستم به فساد مزمن دچار شده، گرفتار هرج و مرج، تخریب در دینامیک تخریبی افتاده که مثل یه دونه سراشیبی هست که داره میفته پایین، حالا ما بخوام جلوش بگیریم توی دره افتاده و بنابراین دچار تکینگی شده، دچار سنگولاریته شده، یعنی به یه جای رسیده به جای از روش رسیده رفته توی یه چیز دیگه، مجموعه دیگه شده، مجموعه قبلی دیگه نیست. رژیمی که میخواست نظارت فقیه داشته باشه، ولایت فقیه داشته باشه، دین داشته باشه و نمیدونم اینا، دین خودش هم زیر پا گذاشته، خودش هم به پرنسیپ‌های خودش عمل نمیتونه بکنه. پس بنابراین توجه داشته باشیم که ما اشتباه کردیم که فکر ماهایی که اونایی که البته اشتباه کردن من و اونایی که به اصلاح اعتقاد داشتیم، نه اونایی که اشتباه کردن که این رژیم قابل اصلاح است، میشه سازش کرد، اشتباه کردن. دلیلش این هستش که این رژیم غیر قابل اصلاح است. روی سخن ما این رژیم نیست، از رژیم نباید چیزی رو خواست، روی سخن مردمن. هرگاه سخن می همین الان که من دارم سوال میگم روی سخن مردمن، شمایید که قسمتی از مردمید و صحبت من با همه مردم، محرم هم هیچ کدوم، نامحرم هم هیچ کدوم نیستیم. بنابراین میگویم خطاب به مردم، سوالی از رژیم ندارم، میگویم چگونه صحیح است به عنوان حاکم، به عنوانی که من خودم یکی از حاکمای مملکت هستم، حاکمیت جمعی خودمون رو میخوایم. من به عنوان کسی که مالک این مملکت هستم، شما با هم تصمیم میگیریم، عقل جمعی ما میگوید چی میخواییم. خامنه اجرا میکنه چیزه، اصلاح رو میتونه انجام بده، اجرا نمیکنه انقلاب به نتیجه خواهد رسید، در اینکه انعطاف ناپذیری مردم در مقابل انعطاف ناپذیریش قرار میگیره. و توجهتون رو به یک نکته دیگه جلب میکنم و اون که خامنه‌ای اگر تغییر میکنه که نمیدونم شورشی هستن و نمیدونم یا خس و خاشاک اونجوری که احمد چیز گفته، احمدی نژاد گفته و اینا، تغییر از وسایل قدرته، یکی از اشکال زور تغییره، نمیتوانه تغییر نکنه به علت اینکه خود رو قربانی میدونه و به علت اینکه تغییر رو یه صلاح مناسب میدونه و به علت اینکه فکر میکنه که میتوانه جمع کنه، به قول خودش میتوانه سر صدا رو بخوابونه، جمع کنید این دانشجوها رو، جمع کنید این چیزها رو، توجه نمیکنه که اگر جمع میتونن بکنن به این علت هستش که مقاومت به اون اندازه این عرصه که جلوی تو وایسه، بالاخره مقاومت میتونه بنابراین
یک مطلبی رو یکی از یه شخصیت چپ ملی ایرانی مطرح کرده به آقای کشاورز صدر که حرف درستی رو زد ایشون، و اون اینه که به میزانی که عقب افتاده هستیم لازم است که اخلاق ما بیشتر بشه، اخلاق حقوقی ما بالاتر باشه تا بتوانیم عقب افتادگی قانونمند قاعده‌مند رو جبران کنیم. توجه شما رو به یک نکته جلب میکنم. اگر من اسم بنی صدر میآورم در جمعی مثل شما و خیلی جاها تعجب میکنن که چرا این گونه حرف میزنیم، یک دلیل داره. این رژیم حتی میخواد دو سال نیم اول انقلاب رو حذفش کنه اصلا از چیز. توجه کنید ریاست جمهوری نمیدونم چندم میگه یه دونه رئیس جمهور واسه گم شده. چجوری از بین رفته؟ چطور نبوده که یه دونه کم میشمارین شما؟ به این علت که میخواد اون دو سال نیم رو حذف کنه. خوبیا و بدیای اون دو سال نیم میخواد حذف کنه. نمیتونه جواب بده، برای که این 40 سال جواب داده شده و نتونستن جواب بدن. و بنابراین چه کار میکنه؟ به یک نقطه توجه، به عنوان راه حل توجه کنیم. به هر بهانه‌ای جلوی گفتگو رو گرفتن، از دموکراسی کاستن و به نفع رژیم هست. اصرار می‌ورزیم که ما می‌خوایم گفتگو کنیم، حتی با خود علی خامنه‌ای، حتی با ماموراش، اونا هم که چیز فرار می‌کنن. پس بنابراین گفتگوی دموکراتیک می‌توانه سازنده باشه. من مثال بزنم، من چندین گفتگوی دموکراتیک شده در خارج کشور، جا زدن یا مجبور شدن حرف‌های مبهم بزنن، مبهم‌گویی ها. یکی از خاصه‌های رابطه حقوقی، گفتمان آزادی، گفتمان حقوقی، عدم شفافگویی است، نه مبهم‌گویی. پس بنابراین لازمه با ابهام‌ها همواره مبارزه کنیم. نکته دیگه رو که دوستان سوال کردن این که آیا خود علی خامنه‌ای تصمیم می‌گیره؟ همونطوری که توضیح دادم، هم خود تصمیم می‌گیره، مشاوری داره، یکی از مشاوراش از امریکا اومده، یک فیلسوف شناخته شده هم هستش، الان اسمش یادم رفته، و در این حال تحمیل بهش میشه از طرف شبکه قدرت مثل بعضی از سران سپاه بهش. پس بنابراین خامنه‌ای همونطوری که گفتم اگر تصمیم میگیره حتما تصمیم شخصی خودش نیست. اما آیا همه گزارش ها رو به خامنه‌ای میدن؟ معلوم نیست بدن. برای اینکه مامورا، مثال بزنم برای شما، به مستبدها همه گزارش ها رو نمیدن به دلایل مختلف. یکی اینکه میتونن ازش بترسن. مثال از رضا شاه سال 1320 انگلیسی ها نامه فرستادن، پیام فرستادن برای رضا شاه که این نیروهای آلمانی که در ایران هستن، این کارمنده اینا رو بنداز بیرون، چون اون موقع بین انگلیس و رژیم نازی جنگ بود. مامورایی که نامه رو دریافت کردن جرأت نکردن به رضا خان بدن، اینو به رضا پهلوی بدن، و بنابراین امریکا حمله کردن. زمانی که حمله کردن آمدن به رضا خان گفتن که، گفت اینا چرا حمله کردن؟ گفت که پیغام دادن، پیغام کو جلوی همون افسرای، یکی از افسرا، یکی یا چند تا از افسرا رو زد، و بنابراین سر خودشو برباد داد به خاطر اینکه خودش سانسور کردن. بنابراین دیکتاتورها همیشه به مرحله‌ای میرسن یا رعب و وحشت ایجاد میکنن که ترس پیدا میکنن مامورا بهشون بگن، و یا اینکه نمیبینن اصلا، کورن. شما بگی توجه نمیکنه. علی خامنه‌ای گاهی اوقات اینو نشون میده از خودش، توجه نمیکنه جنبش اتفاق افتاده و توطئه میکنن. یعنی توطئه را چه کار، همه قدرتو توطئه رو، اینکه خودشون جنبشو به خشونت میکشونن. یادتون باشه پارسال در زاینده رود جنبش آب بود، چادرها رو آتیش زدن. برای چی میخوام بگم جنبش به خشونت بکشونم؟ و بعد به بهانه خشونت، بنابراین لازمه که مثل سال 57 خشون مرتب میبخشید مردم گل میدادن. میدون 24 اسفند سابق که میدان انقلاب فعلی باشه تانک بود، مردم میرفتن گل میدادن. من خودم در اون میدون بودم، یادم میاد یه خانومی سن بالای سن مادر بزرگی یک سربازی رو میبوسید در حالی که اسلحه دستش بود و بهش قربان صدقهش میره به عنوان فرزند خودش. این میل به خشونت رو آورده بود پایین. و توجه داشته باشیم که موقعی که ما خشونت زدایی رو روش میکنیم، نه خشونت رو با خشونت جواب دادن، میل خشونتی که پایین میاریم هیچی، بین خود ما اعتماد رو زیاد میکنیم. میزان اعتماد در بین مردم عاملی تعیین کننده است. به شما گفتم یه نمون جامعه نمونه مثل دانمارک 89% مردم به هم اعتماد دارن، اگر صحیح باشه، حالا تو جنبش اخیر نه، ولی سالهای قبل 5-6% مردم ایران به هم اعتماد داشتن.
همیشه جنبش‌های ایران نشون داده که به محض اینکه به دیروزی نزدیک میشه اعتماد مردم به هم زیاد میشه، به علت اون ریزشی که در درون رژیم شده و به علت اینکه مردم رادیو بازار را میندازن. رادیو بازار چه خاصیتی داره؟ شفاهیه. من میگم، بعد اومد گفت من که نگفتم، کسی به من اینو گفته بود، من نقل کردم، بنابراین مدرک دست نمیدین. این کاری که سال 57 ما کردیم. یا شبکه‌های اجتماعی مثلا شما میگی این چیز رو من شنیدم، آیا این گونه است؟ سوال میکنید، نه اینکه نظر منه، پیامتون رو رسوندیم. یا مثلا فلانجا همچین چیزی نوشته بوده، این کی اینو نوشته؟ میبینید، بنابراین میشه رادیو بازار رو گسترش داد و در این رادیو بازار میزان اعتماد روز روز زیادتر میشه و میدانیم که موقعی که به میزان اعتماد زیاد میشه، ماموران رژیمی هم که ناراضی هستن از کار خودشون، اونا فرصت پیدا میکنن که بگن، افشاگری کنن، اطلاعات بدن بیرون. میبخشید زیاد حرف زدم. ممنونم از پاسخهای خوبتون و جامع و کاملتون. حالا من اینجا الان نزدیک به 2 ساعت و نیم از جلسه گذشته، میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم صحبتهایی که کردیم رو. اگر دوستان صحبتی، پیامی، کامنتی ندارن، من میسپارم دست آقای رایه که در حد 5 دقیقه یه جمع‌بندی بکنن و یه به یه نتیجه برسیم از این صحبتهایی که کردیم. دوستان، فکر میکنم بانو سیمین میخوان صحبت کنن و بعد از اون آقای جعفری. بفرمایید. سپاسگزارم از شما و بسیار بسیار ممنون از توضیحات بسیار مستدل جناب آقای رایی. جناب رایی، با توجه به صحبت‌هایی که فرمودید و با توجه به اینکه الان بچه‌های دهه 80 عموماً در واقع دارن این جریانات رو پیش می‌برن و در واقع یه جورای سردمدار حساب میشن، آیا به نظر شما این بحثی به خصوص الان، شما از رادیو بازار صحبت کردید، ببینید من مطمئنن خیلی از این بچه های ما اصلا رادیو بازار به گوششون نخورده، یا این بچه های دهه 80 ما آیا به نظر شما اونقدر حافظه تاریخی قوی یا مطالعات تاریخی قوی دارند که بتونن تاکتیک های میدانی رو به خوبی اجرا بکنن، با توجه به این که ما متاسفانه تو کشور نه حزب داریم نه لیدر؟ ممنونم از شما. جناب آقای جعفری بفرمایید سوالتون رو، یا اگر نظری دارید. با سلام مجدد، من بحثم اینه که این به اصطلاح اتفاقاتی که تو بعد از انقلاب افتاده همش به یه جورایی به هر حال سرکوب شده و از بین رفته. خب خواستم نظر آقای رایی بدونم که اصلاً اتاق فکری بوده که به اصطلاح این قضایا رو مدیریت بکنه، یا اگر نبوده چرا تشکیل نمیشه؟ که به هر حال چون هر اتفاقی که میفته یه مدت طول میکشه، یه تعداد کشته میشن، یه به اصطلاح یه تعداد زندان میشن، یه تعداد بلایی سرشون در میاد و اینا، بعدش هم هیچی، اصلاً هیچی به هیچی، و آخرش هم تموم میشه میره. چرا اصلا یه این سیاسیونی که هم به اصطلاح ادعا دارن هم و چیز هستن، یه اتاق فکری تشکیل نمیدن که این قضایا رو رهبری بکنن و به یه سرانجامی برسونن؟ ممنونم. ممنونم خانم بانو ساناز تنهایی، بفرمایید مایک برای شما آزاد. سلام به همگی، وقتتون بخیر باشه. من سوالی که 2 بار تکرار شدهش آقای سبزیان هم پرسیدن و من مجدد میخوام سوال کنم از آقای رایی که واقعا فکر میکنین پشت این حرف خامنه‌ای که اومده هنرمندا رو اعتراضاشون رو ناچیز دونسته و بعد یه سری نوجوان رو مورد تنبیه اشاره کرده که باید بهشون باید تنبیه بشن قرار داده چیه؟ این قطعاً یه دنیایی پشت این حرف هستش. و از اون طرف ما اومدیم دیروز دیدیم که اساتید دانشگاه تهران اومدن اعلام کردن که بله با این وضعیت پیش نمیره، جواب خشم مردم رو با خشم نباید بدیم. و بعد از اون طرف آقای رئیسی اومد اعلام کردش که بله
ما آماده ایم برای هر نوع تغییری در قانون اساسی. خب این اولین چیزی که به ما نشون میده این هستش که عقب نشینی کردن. این واضحه که عقب نشینی کردن و ترسیدن از این حجم اعتراض از مردم. ولی چطور ممکنه که یک روز بعد از حرفای خامنه ای 4 نفر دیگه 5 نفر دیگه بیان مستقیم اینو اعلام بکنن و بعد رئیسی به این صراحت بیاد بگه ما آماده ایم برای تغییر؟ میخوام بدونم که این واقعا منطقی پشتش هست یا اینکه نه در همون حد همیشگی هستش که میخوان مردم رو گول بزنن تا شرایط یکم آرومتر کنن. مرسی اگه توضیح بدید. ممنونم. دقیقا سوال منم مشابه سوال بانو تنهایی، اگر لطف کنید و اینو جواب بدید ممنون میشم. کمال میل. اون چیزی که من میفهمم، البته اون چیزی که من میفهمم اینه که از زمانی که رژیم ولایت فقیه نهادینه شده، درگیری کرده، کودتا کرده، خواست مردم علیش کودتا کرده و بر حاکمه، همواره دنبال این هستش که دشمن اصلی خودش پیدا کنه و سرکوبش کنه و دشمن اصلیش همواره دانشگاست. هنرمندا هستن، روشنفکرا هستن و اونها رو میخواد جدا کنه. انقلاب فرهنگی اونطوری که نوار علی آیت هست و آقای عبدالسری کریم سروش هم که در اون کمیته انقلاب فرهنگی بود گفت الان دیگه دست رو شد و نوار آیت بیرون آمده، توطئه کنار گذاشتن بنی صدر بود، یعنی که توطئه کنار گذاشتن و چیز دموکراسی مردم، برای که مردم انتخاب کرده بودن. این هست، یعنی اینها هر جایی که بدانند که اونجا ضربه میخورن اونجا رو روش سرمایه گذاری میکنن برای ضعیف کردنش. دانشگاه هست، دانشجوها هستن، هنرمندا هستن، ورزشکارا هستن، بنابراین اینها رو ولش نمیکنن و اینجا اگر جنبش گسترش پیدا نکنه انتقام خواهند گرفت. پس بنابراین داره میگه که این جوان نمونا رو ول کنید، اینا رو بچسبید، اینا سرا هستن، اینا سرای جنبش هستن. پس بنابراین هر مستبدی از جمله خامنه ای میدانه که چی میگه، چه گفته سال 87 88، این مردم ها با پس گردنی باید نگه داشت، حرف خود خامنه ایست. پس بنابراین خواهد زور بگه و معتقد هستش که قربانی هست، بهش داریم زور میگیم، چرا که او باید حاکمیت داشته باشه، حاکم خدا است و بنابراین زورهایی که میگه مشروع هست و بنابراین مردم ساکت باید باشن، اوجب واجبات است. بنابراین اونایی که انتخاب میشن، میخوان نامزد بشن، باید به این اوجب واجبات بودن اعتقاد داشته باشن. مردم وظیفه‌شون اینه که بیان رأی بدن به اون چیزی که رهبر انتخاب کرده. پس مردم تودن در مقابل نخبه که خودشو و امثال خودشن. پس مردم هیچ رأی ندارن جز دنبال روی. مردم رأی ندارن که به قول خمینی مردم رأی ندارن، یعنی پاریس دموکراسی اینا گفت، بعد اومد اونو بر خارجی‌ها گفتن، کتش عوض کرد، وارونه پوشید و گفت مردم رأی ندارن. پس بنابراین ما با کسی طرفیم که مردم رو دشمن میدانه و انتخاب میکنه از کجا میخواد ضربه پروازش. پس تا زمانی که علم ما، معرفت ما بالاتر از معرفت رژیم قرار نگیره ضربه میخوریم. یادتون بیاد اسب تخا، اسب چوبی که درش پنهان میشدن و سازگارا و اینا سال 88 مثلا که غلط بود. شما موقعی که به رژیم میگویی من اینجا میخوام تظاهرات کنم، با اسب تخا میاد جلوی اسب تخا تو میگیره، چه کار کرد تو میدان آزادی، فکر کنم اسمش الان میدان آره که بهتر میدان آزادی فعلی میره، میدان شهید سابق میره، من میبخشه چون بعد از انقلاب ایران نبودم اسمها رو نمیدونم، چیز اونجا رو شکار کردم، ستون فلزی گذاشتن که مردمی که میخوام برن توی میدان آزادی نه چیز انتخاب شده باشم، نه ست خواهشون رو جلوش گرفتن. خوشبختانه امریکایی ها تصویر ماهواره‌ای گرفتن اون روز از میدان آزادی، معلوم شد تو میدان آزادی 50,000 نفر بیشتر نبوده. یعنی چی؟ یعنی که خودشون با خودشون بودن. پس بنابراین توجه تونو به این نکته جلب میکنم که رژیم معرفت داره، قدرت ترکیب میشه با معرفت و جلوی ما گرفته میشه. با تا زمانی که ما نتوانیم معرفت ما برتری پیدا کنه بر او، میبازیم. حتی اگر هممون خشمین هم باشیم، عصبانی هم باشیم، از جمله معرفت که باید داشته باشیم اینه که هرگاه ما محیط شدیم بر دشمن، دشمنش کاری نمیتونه بکنه. هرگاه تظاهرات ما از 300,000 نفر رد شد،
هیچ نیروی سرکوبی نیست بتونه کنترلش بکنه. هرگاه ما بتوانیم به صورت سورپریز عمل بکنیم، رژیم کاری نمیتونه بکنه. بس میدان عمل ما تمام ایران است، نه نقطه‌ای که از قبل میایم اعلام میکنیم، چون اعلام بکنیم رژیم کنترلش میکنه، به قول خودش جمعش میکنه. پس درگیری ها در زاویه های مختلف یکی اینه. حالا یه جنبندی رو که خانم، نکته دیگه رو که سوالی که شد اگه میترسم جواب ندم، ضعف سازمان ها و احزاب توجه داشته باشیم. در این رژیم انواع اقسام سازمان و احزاب وجود دارن، اما همیشه بعد از سقوط رژیم هاست که سازمان ها و احزاب تشکیل میشن. در این رژیم نباید توقع داشته باشیم از این سازمان و احزابی که در درون رژیم استفاده میشه خود رو سعی میکنن که با این واجبات که رژیم هست تطبیق بدن. پس این سازمان ها یا مجبور میشن سکوت کنن، یا مجبور میشن مصلحت کنن، و یا مجبور میشن جایی عمل بکنن جایی عمل نکنن. حتی جبهه ملی در ایران میتوانه صحبت های خودش رو در یه جاهایی سکوت کنه، انجام نده. خود ما زیاد انتقاد کردیم به جبهه ملی داخل ایران. این که ما امکان این که بتوانیم امتیاز بگیریم و نباید بذاریم. صحبت اینه حیات ملی ما در خطره، بر روی حیات خودمون انعطاف ناپذیر ما میسیم، امتیازی هم نمیدیم. اینه که جواب میده، همون جوری که در افریقای جنوبی جواب داد، همون جوری که در انقلاب 57 انجام داد، همون جوری که در هند جواب داد. توجه داشته باشیم به یک نکته اساسی دیگه، و اون این استش که هرگاه شما به جنبش برمیخیزید و بر روی حقوق می ایستید، به شما دشمن شما امتیاز میده. مصدق نفت رو میخواست ملی کنه، انگلیسی ها حاضر شدن بهش امتیاز بدن، گفت من امتیاز میخوام، من حقوق خودم میخوام. در فرانسه موقعی که جنرال دوگل در جنگ جهانی دوم ایستاد، باز خواستن بهش، انگلیس ها حتی خواستن بهش اطمینان، نه من ملتی هستم آزادم، درسته که من مردمی همکاری کردم با هیتلر، اما بیش از یک میلیون، 300-400 میلیون حداقل رسمی همکاری کردم، اما بیش از یک میلیون نفر مقاومت کردم. ما توانایی، ما توانستیم توانایی خودمون رو به دست بیاریم، امتیاز نمیخواد، ما برای او خودمون وامیستیم. همینطور خمینی موقعی که آمد به بنی صدر گفت شما بیاین تمام این احزاب بریم دارن مجاهدین و توده و فدایان اینا رو محکوم بکن، بیا نخست وایساد، نه من با نمیسم. اینجا ما انقلاب کردیم برای دموکراسی و جمله خاصه های دموکراسی چیز هست، کسرت گرایی هست، این که من بیا محکوم کنم که دیگه به دست خودم جمهوری باشه. پس توجه داشته باشیم که در موقعیت حساس امتیاز میدن. این رژیم هم به امتیاز خواهد داد، مجبور امتیاز خواهد داد، اما بعضی امتیاز رو خواهد داد. و توجه داشته باشیم موقع استبداد سر جاشه، یک امتیاز میده، یک عقب نشینی میکنه، ولی بعدش دو قدم سه قدم جلو میفته، جلو میاد. به این علت که طبیعتش اون در واقع اون خصیصش استبداد هست. همونطوری که براتون توضیح دادم در جنبش تنباکو پیش آمد، عقب نشست، بعد قرارداد رویتر رو امضا کرد که تمام منابع ایران داد به رویتر، که بعد با خوشبختانه انقلاب مشروطه و اینا از بین رفت. و توجهتون رو به این نکته جلب میکنم، ما میتوانیم محق باشیم هم غلط عمل بکنیم، خودمون به دست خودمون ضعیف کنیم. چگونه میتونیم درست عمل بکنیم؟ این مهمه در رابطه با صحبتی که داریم میکنیم. هرگاه جنبشی فکر راهنما نداشته باشه محکوم به شکسته. سال 57 اون جنبش رو داشتیم، بیانیه‌اش رو براتون فرستادم اینجا. ما شعارهای مناسب رو حتما باید داشته باشیم، اگه نداشته باشیم مثل الان جنبش شعار استقلال نمیده، شعار دموکراسی نمیده، شعار لایسیته نمیده، شعار حقوق نمیده، بنابراین این جنبش ضعیفی نمیتونه پیروز بشه. این جنبش دلیلش اینه که سر جنبش سر میخواد. یک خاص دو اینه، دو حتما لازمه خشونت زدایی بکنه، در مقابل خشونت وانس رو تماشا کنه. دانشجوش و دانشگاه شریف گرفتن، لازمه خشونت چیز کنیم، وایسیم در مقابل رژیم، افشاش کنیم، بگوییم، و پدر مادرها از بچه‌هاشون حمایت کنن، همینجوری که مادرها از چیز کردن این گسترش پیدا بکنه، و انواع اقسام خشونت های دیگه رو که رژیم میگه خونسا کنیم. گستردگی این اعمال ما، ما خوشبختانه توجه شما رو به این نکته اساس جمع میکنه. ما ایرانی ها استاد خشونت زدایی ها و روش های مقاومت های مدنی هستیم. دنیا از ما یاد گرفته، ما بودیم که جنبش عمومی رو یاد دادیم، اروپای شرقی با جنبش ما افتاد، با الگوی جنبش قرار دادن ما موفق شدن. ما بودیم که تونستیم گل بدیم، ما بودیم که تونستیم ارتباط بگیریم با نیروهای سرکوب، ما بودیم که تونستیم در درون رژیم
ریزش ایجاد کنیم. و از جمله کارهای لازم این هست که توجه داشته باشه، مرتب باید بگیم عفو عمومی میدیم. عفو عمومی شامل بدنه رژیمه. سران رژیم رو اعدام نمی کنیم. سران رژیم رو فرصت جبران بهش میدیم. از جمله فرصت جبران همونی هست که در افریقا جنوبی انجام دادن. جنایتکار می آوردن می گفتن که تو در این دادگاه حقایق رو بگو. چرا می زدی؟ می آوردید می دیدید یه سیاه‌پوستی نشسته رو سرش مثلا یه پوست کشیده بودن که این خفه بشه. سفیدپوسته داشت می گفت گریه، سیاه‌پوست هم داشته گریه می کرده، اما به خاطر اینکه حقیقت رو گفت و حافظه تاریخ ملت افریقای جنوبی رو تقویت کرد، او رو در مجازاتی که می‌خواستن بکنن تفریح میدن. اصلا مجازاتش نمی‌کرد چون دادگاه حقیقت‌یابی بوده. تا اونجا که می‌دونن مجازات نمی‌کردن، مطمئن نیستم البته. پس بنابراین توجه شما رو جلب می‌کنم که میشه ابتکارهای مختلف به خرج داد که خشونت‌ها رو از بین برد. یکی از کارهای بسیار بزرگی که ما ایرانی‌ها می‌کنیم در خشونت زدایی فوکایی‌های ما هست. با فوکایی‌ها، با جوک‌ها می‌تونیم اون در واقع ابهت رو گاهی وقت می‌گیریم. خامنه‌ای مثلا فلان جمله رو اومده گفته، اونو به شوخی می‌ذاریم، به ننگش می‌گیریم. یا مثلا میگیم که در زمان رفسنجانی میگفتن که اسم خیابان شهید احمدی نژاد، یعنی که رفسنجانی می‌خواد خامنه‌ای احمدی نژاد شهید کنه. می‌بینید میشه ابتکارا فراوان وجوده و ما ایرانی‌ها بلدیم و روی این کار شده. حالا اون کاری که در سطح بین‌المللی شده سر جای خودش، با ایرانی‌ها هم گفتگوهای داشتیم، کارهای کردیم. اما اینکه چرا اتاق فکری، یکی از دوستان گفت چرا اتاقای فکری وجود نداره؟ نه مشکلی نیست. ببینید خود منی که جلوی شما هستم یه دو سال، یه یک سال و نیم روی پالتاک مرتب گفتگو داشتم. اشکالی که در این گفتگوهای پالتاکی وجود داره یا گفتگوهایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم اینه که شما هی میگید دوباره سوال میشه، یه تکرار سوال تکرار، یکی وسط جلسه میاد، یکی آخر جلسه میاد، این سوال یا جواب باید بدی. موقعی جواب بدیم همین مثل همین چیزی که خانم فیروزی میگن میشه پراکنده میشه گفتگو. و زمانی هم که جواب نمیدین به نظر میادش که یه چیزایی این وسط گم شده. حالا یک جنبندی اگر اجازه بدید من در دو دقیقه بگم. بله مرسی. رژیم ارائه فقیه و علی خامنه‌ای در موقع ضعف قرار گرفتن به علتی که شدت زیاد در دفاع از خود به خرج میدن، خود رو قربانی میدانن و به این علت میگن چون قربانی هستم سرکوب میکنم و چون قربانی هستم جنگ پیشگیرانه میکنم، مبارزات پیشگیرانه میکنم که مخالف خود مرام خودشون هست، قرآن خودشون هست. علی خامنه‌ای هم خود تصمیم هایی رو میگیره، هم کسانی هستن که او رو مجبور به اون تصمیم ها میکنن و هم که علی خامنه‌ای در شبکه جهانی قدرت هست و وظیفش این هست که ملت ایران پیروز نشه. چرا؟ انقلابی رو این مردم کردن که اگر انقلاب حساب بکنیم پیام جهانی است. پیام انقلاب 57 چیست؟ این هست که رابطه ها از رابطه مسلط زیر سلطه باید در بیاد، حتی در تولید. تولید کننده خود تصمیم گیرنده باشه. پیام انقلاب 57 این هست که این سیستم لیبرالیسمی که در دنیا هست، اقتصادی هست، خود از خود بیگانه شده. از مالکیت شخصی تحول پیدا کرده به مالکیت خصوصی. مالکیت شخصی مالکیت شخص بوده که تولید میکرد در مقابل فئودال، اون زمان لیبرالیسم ایجاد کرده. حالا تحول پیدا کرده که چون منابع مالی محدود هستن، آزادی خصوصی باید شرکت ها داشته باشن تا از این منابع محدود استفاده بکنن. این دروغه، این لیبرال از طبیعت خودش خارج شده. انقلاب 57 توضیح میده که نمیتوان استقلال و آزادی رو صرف نظر ازش کرد. انقلاب 57 توضیح میده که راه حلی خارج از رابطه مسلط زیر سلطه به صورت مستقل هست، نوشته و پیشنهاد کرده. این رو نمیتونه نظام جهانی سلطه بپذیره. پس توجه خود توجهتون رو به این جلب میکنم که سرکوب نه تنها مورد خواست این رژیم هست، مورد حداقل چشم خود رو بستن، چراغ سبز نشان دادن قدرت هایی که حمایت میکنن هست. چرا اینو میگم؟ رژیمی هست که 40 سال، بیش از 40 سال با 5% نگه داشته شده. طرفدارای اصلی اعتقادی این رژیم 5% هم. 14-15% هم کسایی هستن که سازش میکنن و اول اصلا بهانه ها میتراشن که مبادا مثلا فلان بعدن که رژیمی بیاد هرج و مرج بشه، بنابراین بهتر این باشه. اما این رژیم حداقل باقی مانده. این رژیمی که حداقل باقی مانده، این رژیم اگر حمایت خارجی نداشته باشه،
چگونه میتونه با این همه مخالفت در درون سر جای خودش باشه؟ پس قدرت ها ازش حمایت کردن، هم به صورت مذاکرات پشت پرده و هم به صورت عملی بهش دستگاه سرکوب دادن، بهش انواع اقسام وسایل سانسور دادن، بهش انواع اقسام قراردادهای بخشید ملاقاتهای رسمی سطح بالا انجام میشه. 25 راه هست که ما نوشتیم، وجود داره، رو اینترنت هم هست، میتونید ببینید، برای اینکه حکومت‌های جهانی با رژیم مثل ولایت فقیه درست برخورد کنن که تمام 25 مورد رو برخورد غلط میکنن. شما میتونن مثلا با این رژیم میتونن به جان که مثلا سفیر دعوت بکنن، مثلا یه کاردار دعوت بکنن، در حد پایینی بگن با شما رسمیت نمیشناسیم، حالا چون مجبوریم کار بکنیم در حد پایین کار میکنیم، نه در حد بالای تصمیم گیری و خیلی کارهای دیگه. پس بنابراین نکته سوم اینه. نکته چهارم این است، یعنی این رژیم مورد حمایت قرار داره، گرفته مستقیم یا غیر مستقیم. نکته چهارم این است که این رژیم در مدار بسته خشونت داخلی و خارجی عمل میکنه. هرگاه مدار بسته این رژیم با اسرائیل و امریکا رو یکی میشکنه، مثلا امریکا دموکرات ها میان، این دو طرف سعی میکنن که نذارن پیروز بشه. هرگاه در اسرائیل مثلا یه جناح معتدلی به کار میاد، اون دو جناح جمهوری خواه امریکا این جناح رژیم نمیگذارن. حتی در ایران مثلا خامنه ای، خاتمی و کسایی میان که یک مدار میخوان تعادل رو کنن، اون دوتا مدار بسته خشونت رو بسته نگه میدارن. پس اشتباه تصور نکنیم که با تقابل روبرو سرکار هستیم، با مدار بسته خشونت سرکار داریم. و توجه داشته باشیم که خامنه ای خود دشمنان خود رو انتخاب میکنه، آنهایی رو که میزنه به عنوان توطئه‌گر و بعد آنهای دیگر رو اجازه صحبت بهش میده. سالیان سال این کار با اصلاح طلب ها کرد که فلان کس و فلان کس و فلان کس و سلطنت طلب و اینا ضعیف هستن و من مثلا با اصلاح طلب ها رو جواب میداد. حالا چون میل به تمرکز و حذف داره، همونها رو هم حذف کرده، جناح دور اصلاح طلب ها رو نگه داشته و بنابراین رژیمی هست که نمیتونه آن چیزی که مقاومت اصلی هست رو سانتورش میکنه، اونا رو پنهان میکنه، بعد کسایی هست که واقعا پهلوان پنبه ها در واقع هستن، اونا رو میاره بالا. این مجموعه صحبت هایی بود که من در مورد خامنه ای داشتم. میبخشید خیلی صحبت کردم. ممنونم جناب آقای رایی از صحبتاتون، برای اینکه وقت گذاشتید و به سوال های ما جواب دادید، و ممنونم از تمام دوستانی که تو این جلسه شرکت کردن و نظراتشون رو با ما در میان گذاشتن، همینطور از ادمین ها و از صدا بردارها که وقت گذاشتن و این جلسه رو برگزار کردن. جناب آقای سبزیان اگر که صحبتی نیست دیگه میتونیم تشکر میکنم. من دوباره همه دوستان دارن تشکر میکنن توی کامنت ها، از جناب آقای رایی تشکر میکنن همه. ممنونم. من جلسه رو به پایان میرسونم و تشکر مجدد میکنم از تمام دوستانی که شرکت کردن.